با سلام خدمت دوستان عزیز و به رسم ماه منیر گرامی به نام زن زندگی آزادی. خیلی خوش آمدید به این برنامه. ما امروز میزبان آقایان مجید محمدی و آقای رضا نجفی عزیز هستیم. آقای مجید محمدی رو که دوستان میشناسند اکثرا ایشون جامعه شناس هستند و کتابای متعددی از ایشون رو آموزشکده توانا منتشر کرده و آخرینش که عکس پروفایل ایشون هم عکس روی جلد اون کتاب هست، عنوانش هست راه اندازی و برپایه گفتگو میان بیدینان و دینداران که با هدف ارتقای مدارا حقوق بشر و دموکراسی در ایران نگاشته شده. این کتاب در شبکه‌های اجتماعی آموزشگری توانا قابل دسترسی هست و میتونید این کتاب رو به رایگان دانلود کنید و مطالعه کنید. آقای رضا نجفی هم نویسنده، منتقد ادبی، مدرس و مترجم هستند. آقای نجفی رو اگر در واقع میخواهید بیشتر بشناسید مراجعه کنید به کلاب انسانیات یا حالا الان اونم فکر کنم شده هاوس، که یک برنامه رو به طور اختصاصی به مصاحبه با ایشون اختصاص داده بود ماه منیر رحیمی عزیز و ایشون رو معرفی کرده بود در برنامه کوچ روزنامه نگار، و اون برنامه هم اگه بخواید بهش دسترسی داشته باشید تو پروفایل ماه منیر رحیمی عزیز قرار داره. خب من یه نکاتی رو در ابتدای برنامه اجازه میخوام که به عنوان حالا قرارداد یا حالا اساسنامه اتاق مطرح بکنم. اتاقی که الان دوش هستید و برنامه‌ای رو که میشنوید از ماه می 2023 شروع شده برای گفتگو میان خدا ناباوران، دینداران و صاحب نظران، محفلی هست برای مکالمه و مفاهمه. همه جلسات این برنامه‌ها ضبط میشه، بخشایی هم اگر در واقع ما ببینیم که میشه به صورت مستقل جدا کرد، به صورت مستقل در رسانه‌های اجتماعی آموزشگاه توانا منتشر میشه، ولی فایل صوتی کاملش هم در همین هاوس توانا قابل شنیدن هست، در ساندکلاد و یوتیوب و کست باکس و همه اینجاها گذاشته میشه. اما استناد به بریده شده های این گفته ها بدون ذکر لینک فایل کامل جایز نیست، چون بعضن ممکنه که گفته ای رو در واقع تختی شده منتشر بکنن و بدون کلام قبلی و بعدی که اون گوینده گفته ممکنه که ایجاد سوء تفاهم بکنه. خیلی ممنون میشیم که اگر همرسانی میکنید مطالب این اتاق رو حتما منبع رو هم ذکر بکنید. اگه مایل هستید که از این برنامه‌های هفتگی ما اطلاع داشته باشید، این هاوس توانا رو دنبال بکنید و خب براتون نوتیفیکیشن میاد، یا اینکه شبکه‌های اجتماعی آموزشگاهی توانا و همینطور صفحات گفت و شنود رو که در واقع مجزا درست کردیم در اینستاگرام و تلگرام و توییتر و فیسبوک، اونها رو هم دنبال بکنید، میتونید در واقع به اطلاعات این برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. ما قرار گذاشتیم برای اینکه برنامه‌مون خیلی طولانی نشه اتاق رو تو 3 ساعت ببندیم و البته امکان داره که یک مقداری بیشتر هم بشه، ولی به هر حال ما تلاشمون هستش که تو این محدوده زمانی باشه. مهمانان برنامه در هر نوبت حد اکثر 10 دقیقه صحبت خواهند کرد، یعنی هر نوبت برای پرسش‌های محوری اتاق. خب یه سری پرسش مطرح میشه، یه موضوعی داره و نظراتشون رو بیان میکنن. من فکر میکنم بعد از حدود 40 دقیقه اگر 2 نفر باشن حدود 1 ساعت، 1 ساعت و نیم اندرویز رو باز میکنیم و از سایر عزیزان دعوت میکنیم که اگر سوالی دارند و اگر نظری دارن بیان کنن. ما لزوما با همه آرایی که اینجا مطرح میشه موافق یا مخالف نیستیم، اما سعی میکنیم که آداب گفتگو رو رعایت کنیم و بهش پایبند باشیم و در این حال برای برقراری گفتگوی مؤدبانه تلاش کنیم. اما ما پلیس زبان افراد نیستیم، هر کس مسئول اعمال و رفتار خودشه و مسئول قانونی و اخلاقی سخن خودشه. ما در هر نشست با بحث رو فقط راجع به تیتر هر جلسه سعی میکنیم باز نگه داریم تا موضوعات مخلوط نشه و صحبت‌ها به بیراهه نره. این که میگم ما، یعنی در واقع من و خانم ماه منیر که مسئول این برنامه هستیم.
ما با هویت رسمی شخصی اینجا صحبت میکنیم، با نام و نام خانواده حقیقی و کامل و عکس روشن از چهره خودمون، و امیدواریم که دوستانی هم که میان اینجا صحبت میکنن هم همین حالت رو داشته باشن. البته میدونیم که به هر حال در ایران برخی از افراد به خاطر مسائل امنیتی ممکنه که در واقع با نام مستعار باشند و با چهره اصلی خودشون نباشن. بعضی از این افراد رو ما میشناسیم، مشکلی نیست، ولی به همه شنونده ها خوش آمد میگیم. ولی معذوریت هویتی اگر دارید، ترجیحاً سوالاتتون رو مکتوب بفرستید، ما استقبال میکنیم. ما به اصول خرد جمعی و اعلامیه جهانی حقوق بشر وفادار هستیم. ضمن تمرین مداراگری با هیچ زبان و اشاره‌ای به مخالفان سیاسی، دینی، دیدگاهی، قومی، شخصی بی‌ادبی نمی‌کنیم و تلاش هم می‌کنیم که اگر موردی پیش اومد ازش جلوگیری کنیم. ما نام خاصی رو تو جمع نمیاریم، یعنی افرادی که تو این اتاق نیستن که مبادا فرصت دفاع یا توضیح نداشته باشن. نقد گفتار، عمل مسئولان مملکتی، مراجع شناخته شده دینی، نظریه‌های مکتوب و چهره‌های تاثیرگذار البته آزاده، به هر حال اونها فرق دارن. ما برای تشویق مشارکت زنان، اقلیت‌های جنسی، جنسیتی، مذهبی که به ویژه در ایران تریبون نداشتند، اولویت نوبت میدیم. ما میزبانان در قبال روابط شرکت کننده ها، رد یا قبول نظریه ها و نظرها، تجربه ها یا توصیه ها مسئولیت نداریم و از پنلیست ها سپاسگزاریم که زمان ارزنده و نیز چکیده دانش و تجربه مستند خودشون رو در اختیارمون میگذارن. خب این مقدمه بود که لازم دونستیم که در این برنامه بگیم، و دوستانی که در ادامه برنامه به ما میپیوندند و این قسمت رو نشنیدن، حتما بعد از برنامه که تکرار این برنامه رو گوش خواهند داد، از جلسات بعدی متوجه این موضوع خواهند شد. اما ما تو این برنامه ها یه سری پرسش های کلیدی داریم و در مورد موضوعاتی که مرتبط با گفتگو هستن حرف میزنیم که اهمیت گفتگو چی هست، آیا بهش ما واقف هستیم. در واقع می‌خوایم که با این سوالات راجع به ضرورت گفتگو و اینکه چه آدابی داره آشنا بشیم و بفهمیم که موانعش چیه، ما چرا در جامعه ایران نمیتونیم با هم درست گفتگو کنیم و با هم به یک مفاهمه برسیم، چه الزاماتی داره، چه ملزوماتی داره یک گفتگوی درست، و بدون اینکه همدیگر رو بخوایم تکفیر کنیم، بابت یک سخن به زندان بندازیم یا محکوم کنیم به صورتی که در واقع اون فرد دیگه نتونه ابراز نظر بکنه، آزار برسونیم به هم دیگه، چون بعضن آزارهای آنلاین هم هست، یک فردی رو که یک اندیشه مخالف ما داره گاهی وقتا اونقدر اون فرد رو در منگنه قرار میداریم که دیگه اون فرد شبکه‌های اجتماعی رو ترک میکنه و میگه من دیگه مثلا در توییتر نیستم، من دیگه در اینستاگرام نیستم، به خاطر حمله هایی که به اون فرد میشه به خاطر نظراتش. چه تفاوتی آزادی دینی با آزادی عقیده داره و هر کدوم چه معنایی دارن؟ حد و مرز آزادی چی هست و برای مداراگری و آزادی ادیان باید چه کار بکنیم؟ چطور میتونیم در واقع از حقوق همدیگه دفاع کنیم؟ یک فرد دیندار چطور میتونه از حقوق یک فرد غیر دیندار دفاع بکنه؟ و چه لزومی داره این همزیستی مسالمت آمیز در آینده جامعه ایران؟ خب اینها خلاصه‌ای بود که من گفتم. ماه منیر عزیز هم یک سلام و احوالپرسی بکنن با دوستان. امیدوارم که حال خود ماه منیر عزیز هم خوب باشه. درود بر دوستان اینجا، خیلی ممنونم جواد جان، من خوبم، خوبم، بله در خدمتون هستم. به سهم خودمم به نام زن زندگی آزادی شروع بکنم. خیلی خوش آمدین دوستان و مرسی جواد جان، امروز جور من رو هم کشیدی، مقدمات رو خوندی، گفتی، یادآور شدی، دوستانمون همراهمون هستن. فکر کنم اونایی که از کلاب انسانیات وفادارند این آینو تا حدی عادت کرده باشن، آداب به گفتگوی در این کلاب ها رو. بسیار نیکو، من دیگه وقت نمیگیرم. قرار هست این هفته آقای مجید محمدی و رضا نجفی هر کدوم 10 دقیقه به پرسش هایی که ما مطرح میکنیم جواب بدن. وقتی که این پرسش ها از هر کدوم 4 سوال داریم گذشت، بعد دوستانی که شنونده هستن و محبت کردن همراهی میکنن ما رو،
پرسش، نقد، نظری اگر داشتن هر کدوم در دو دقیقه بفرماین. خب آقای نجفی جان خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین، سپاسگزارم. مایل هستیم از سابقه خود مقوله دیالوگ، چنان که شما هم پیشنهاد دادین، از جهان غرب شروع بکنیم در ادبیات و فلسفه به خصوص. وقت بخیر. من ابتدا مایل بودم یه سلام علیکی داشته باشم خدمت آقای محمدی عزیز. ما دوستان قدیمی بودیم در ایران. خوشحالم که مؤسسه توانا یک فرصتی فراهم کرد که بعد از سالها بتونم سلام علیکی با این دوست قدیمی داشته باشم. به هر حال اینم از هزینه‌های مهاجرت هست که دوستان از همدیگه در واقع دور میشن. به هر حال خوشحالم که بعد از مدت‌ها با مجید عزیز در یک برنامه با هم شرکت داریم میکنیم. اما در باب بحث دیالوگ یا همون گفتگو، نکته جالبی که من به نظرم میرسه اینه که شما در یونان باستان میبینید که در نزد اکثر در واقع فلاسفه مطرح اون دوره، راه دستیابی به حقیقت یا نزدیک شدن به حقیقت در دیالوگ در واقع متصور میشه. بعدها این سنت متاسفانه تا حدودی مخفول میمونه. فلاسفه میان هر کدوم میشینن تو اتاق خودشون، پشت میز کار خودشون کتابی رو مینویسن، نظریه هایی رو مطرح میکنن و گفتگوی واقعی با خواننده صورت نمیگیره. دیگه خواننده میتونه یا بپذیره یا نپذیره. ولی خیلی جالبه توی نزد مثلا سقراط و بعد تا افلاطون و ارسطو میبینیم که اینها فکر میکردن که کار فلسفی، بحث فلسفی باید در دیالوگ اتفاق بیفته، در گفتگوست که آدمها تصحیح میشن و به حقیقت در واقع، حتی اگه نرسن به حقیقت، در واقع به حقیقت نزدیک میشن. بعدها میبینیم که حتی در هرمونیتیک که دیگه در واقع از دستاوردهای خیلی جدید هست، در هرمونیتیک هم این با دوباره بر میگردن به اون مبدأ بحث و گفتگو و بسیاری از بزرگان هرمونیتیک اعتقادشون بر اینه که هر کدوم از ما یک افق فکری داریم و وقتی که افق فکری ما با افق فکری دیگری برخورد میکنه، در واقع داخل پرانتز باید بگم همین بحث گفتگوست، از تضارب بین این دو افق فکری یک افق سومی به وجود میاد که گرچه به حقیقت مطلق نمیرسیم، چون در واقع حقیقت مطلقی وجود نداره، ولی ما نزدیک میشیم، ارتقا پیدا میکنه دانش و آگاهی ما. به این ترتیب در واقع در سنت غرب ما میبینیم فلسفه یونانی اوجش و درخششش با بحث دیالوگ همراهه، ارج مینهند به بحث دیالوگ، به گفتگو و فکر میکنن که این گفتگوست که روشن کننده هست، نه مونولوگ یا اینکه یک نفر در واقع بخواد بگه که حقیقت این است و جز این نیست. و تا برسیم به بحث هرمنوتیک که دوباره بازگشتیه به مقوله به اصطلاح دیالوگ و گفتگو. البته در دوران تاریخ فلسفه ما باز این بحث رو داریم، بحث دیالوگ رو. نمیخوام بگم که واقعا از زمان یونان باستان تا از مثل دوره هرمونیتیک از دیالوگ غافل شدند، ولی به هر حال آن سرآغاز و این آخرین دستاوردها برای من به اصطلاح خیلی جای به اصطلاح توجه و تأمل داره. ولی در طول تاریخ باز ما میبینیم در یک دوره هایی که دوره های عطف هستن، مثلا در دوره روشنگری مثلا فرض بکنید، باز دوباره ما
اهمیت بحث دیالوگ رو ما میبینیم. مثلا خود ولتر که یکی از بزرگان روشنگری است، کلام معروفی داره، میگه که من مخالف عقیده تو هستم ولی تا پای جان نیستم که تو بتونی حرف خودت رو، اون عقیده خودت رو که لازم من مخالفش هستم رو بتونی ابراز بکنی. بنابراین فراوان می شود در واقع در تاریخ فلسفه غرب به قضیه دیالوگ در واقع اشاره کرد و موارد زیادی رو برشمرد. در ادبیات هم همینطوره. من داستانی از چخوف یادم میاد، برای من خیلی جالبه. در اون داستان چخوف یک ماهیگیری رو دستگیر کردند که میرفته این پیچ مهره های ریل ها رو، ریل های قطار رو میدزدیده و خب موجب بروز خطر شده بود برای مسافران قطار. قاضی بهش میگه که تو چرا این کاری میکردی؟ ماهیگیر توضیح میده که ببین آقای قاضی، این پیچا رو من برای تور ماهیگیریم استفاده میکردم، این تور رو میبره پایین. قاضی میگه خب چرا سنگ نمیبستی؟ میگه نه، شما متوجه نیستید، اصلا این پیچمورا خیلی مناسبتر از هر چیزی دیگه است. و هی قاضی میگه با تو جون مردم به خطر مینداختی، خب یه چیز دیگه میرفتی سراغش. میگه نه خب شما متوجه نیستید، اون پیچه. تا پایان داستان ما به این نتیجه میرسیم که دوتا آدم ظاهرن دارن دیالوگ میکنن، ظاهرن دارن با هم حرف میزنن، ولی هر کدوم مونولوگ خودش رو داره، مفاهمه‌ای صورت نمیگیره، بلکه هر کس داره حرف خودش رو میزنه و گوش به دیگری نمیده. من به نظرم میرسه که بسیار از ما، متاسفانه باید بگم که بسیار از ما ایرانی ها هم مشمول این داستان چخوف هستیم. در اغلب موارد ما داریم فقط حرف خودمون رو میزنیم و نمیشنویم دیگری در واقع چی میگه. و این خیلی شبیه با صحنه های آبسورد بکت هست که به همین شکله، گفتگوها بی ثمره، به جایی نمیرسه، دقیقا به همین علت که آدم ها فقط دارن خودشون حرف میزنند و به دیگری در واقع گوش نمیدن. به همین علتی که در واقع به بنبست میخوره و ثمره‌ای در واقع نداره. چون قرار ما بر اینه که کوتاه صحبت بکنیم، من دیگه خیلی حرافی نمی کنم و حالا در یه نوبت دیگه دوباره برمیگردم و مصدده میشم. ممنونم آقای نجفی جان، خیلی متشکرم. خب ما به نوبت میریم و برمیگردیم. آقای محمدی عزیز، ممنون که همراهمون هستید. از زاویه اجتماعی شما هر نکته میخواید اضافه کنید به صحبت‌های آقای نجفی، یا اصل پرسشی که ازتون خواهم داشت اولیش این هست که راجب انواع مکالمه، مناظره، مذاکره، مباحثه، مشاوره، مشاجره، مشاوره هم میتونیم داشته باشیم، مجادله، منازعه، هر کدوم اینا اگر که مایل هستیم توضیحکی بدهید در 10 دقیقه، و به خصوص جایگاه استفاده هر کدوم، تفاوتش، آیا هر جایی ما به هر مناسبتی میتونیم هر نوع مکالمه‌ای داشته باشیم؟ بفهمید آقای محمد. خیلی ممنون خانم رحیمی که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین. اول اینکه آقا رضا 8 دقیقه صحبت کرد، 2 دقیقه به حساب ایشون بذارید برای دور بعد. مرسی از خوش حسابیتون. بعد نکته دومی که به آقا رضا من سلام عرض میکنم، همطور که ایشون گفتن ما سالها در ایران دوستان بسیار نزدیک بودیم، هنوز هم هستیم، منطقه خب این فاصله های چند هزار مایلی فاصله انداخته، متاسفانه نمیتوانیم چندان همدیگر رو ببینیم. من دلم برای ایشون تنگ شده، انشالله که به زودی بتونیم یه جای همدیگر رو ببینیم و همدیگر رو در آغوش بکشیم. و اما در مورد سوالی که مطرح کردین، ببینین
اون دو تا نکته در صحبت‌های آقا رضا بود که من از اونها میگیرم و بحث رو پیش میبرم. یکی همین تفاوت دیالوگ و مونولوگ هست که کلیدی هست اینجا. این که فردی که وارد بحث میشه میاد میشینه و در کنار دیگری میخواد صحبت کنه، این که واقعا اپروچش، رهیافتش گفتگو هست یا این که میخواد یک طرفه حرف بزنه. اون نکاتی هم که شما خانم رحیمی عزیز فرمودین در مورد مشاجره، مباحثه، مناظره، اونا عمدتا مونولوگه. وجه تفاوت عمده، البته اونا هر کدوم کارکردهای خودشو داره. مناظره در زبان فارسی بیشتر در بحث‌های سیاسی اجتماعی مطرح میشه، در واقع مشاجره توی گفتگوهای عمومی وقتیه که بنا هست آدما با هم نزاع کنند مطرح میشه. اونا عمدتا از جنس گفتگو یا دیالوگ به معنایی که ما مد نظرمون هست از اون جنس نیستن. و نکته دومی که آقای نجفی عزیز فرمودن در مورد شنیدن، این وجه کلیدیه. یعنی تا وقتی که بحث شنیدن محوری نباشه، ما نخواهیم ببینیم که طرف مقابل واقعا چی میگه، از کجا میاد، چه نکاتی داره، گفتگو واقع نمیشه. دو تا مثال براتون میزنم که در فرهنگ نخبگان ما اینها واقعا کلیدی هست و آدم ها نه تنها نمیشنوند بلکه وانمود میکنن که نمیخوان بشنوند. من دو تا چیز دارم، دو تا خاطره حضوری و در واقع خواندنی دارم. حضوریش، من در سالهای دهه 60 کلاس دکتر سروش میرفتم در دانشکده الهیات. ایشون فلسفه الهیات درس میداد یا فلسفه اخلاق، یکی از این دوتا. بعد من یه روز رفتم نزدیک شدم ببینم که ایشون از چند تا کتاب دستش بود، ببینم که از چه منابعی استفاده میکنه، چون برخلاف سنتی که ما در دانشگاه شیراز داشتیم و استادا سیلابس میدادن، میگفتن از چه کتابای درس میدن، هر جلسه کدوم فصله، قبلا آماده میشدیم، بعدا مسائلش حل میکردیم توی رشته مهندسی. خواستم ببینم که خب چی از چه منابعی ایشون داره استفاده میکنه. من که نزدیک شدم کتاب رو ایشون برگردوند که انگار که من متوجه نشم که از چه منابعی ایشون داره استفاده میکنه. خیلی برام عجیب و غریب بود که این داستان چیه، چرا باید یه نفر کتابی رو که داره از استفاده میکنه برای اینکه درسی رو بده، این کتاب رو از دانشجو پنهان میکنه. متوجه شدم که نه، داستان فقط بحث تعلیم و آموزش و اینها نیست، هر چیزای اهداف دیگری در میان هست. یک خاطره خواندنی هم دارم. در یه مصاحبه‌ای مسعود کیمیایی باش مصاحبه کرده بودن که شما اخیراً چه فیلمایی رو دیدین؟ خیلی سوال عادیه، میپرسن از کارگردانا اهل فیلم. ایشون گفت من اصلا فیلم نمیبینم. برام خیلی عجیب غریب بود که چطور میشه یه آدمی اصلا فیلم نمینه. در واقع حرف این بود که ایشون میخواست ادعا کنه که هر چرا که شما در میبینید اینها شهودات و تراوش ذهنی و خیالات خود شخص ایشون هست، از کسی چیز یاد نگرفته، که البته کلا باطل این حرف. ما هر چه داریم از گفتگو، از یادگیری، از شنیدن از دیگران داریم، هر چقدر هم وانمود کنیم که چنین نیست. ببینید، این بحث شنیدن و بحث گفت دو طرفه بودن، یعنی داد و ستدی بودن این رابطه، اینها واقعا کلیدی هست. اما برای اینکه واقعا ببینیم که گفتگو چطور منعقد میشه، محقق میشه، به نظر من، چون من نگاه اجتماعی هم دارم، باید به کارکردهای گفتگو توجه کنیم. گفتگو دو کارکرد اصلی اجتماعی داره در جامعه. یک، مفاهمه به معنای درمیان گذاشتن و رد و بدل فهمها برای ارتقای درک متقابل و تصمیم گیری مبتنی بر همکاری، اگر این گفتگو متوجه به سیاست گذاری و قانون گذاری و اینها باشه. و هم در کنارش هم کاهش منازعه، چون منازعه اصولا مخل فرایندها و روندهای جاری در جامعه هست. خب ما باید منازعات رو کاهش بدیم، گفتگو یک کاری میکنه این وسط، نتیجه داره. خب در این گفتگو چه اتفاقاتی میفته؟ برای در این مفاهمه آدما روایتهای خودشونو میگن، تلاش میکنن برای کشف زوایای جدید از هر موضوع،
نظرات رو تبیین میکنن افراد، چون زوایایی داره که ممکنه دیگران فکر نکرده باشن بهش، دیگران رو در تجربیات خودشون سهیم میکنن، با اشاره به برخی حقایق و مبادله اطلاعات در واقع فضا رو در واقعی تر میکنن، واقع بینانه تر میکنن، عینی تر میکنن و یه گفتمان یا عقیده یا ایدئولوژی رو مورد نقد قرار میدن. کارکرد دومش تمایزیابی و هویتیابیه که اینها کمک میکنه به اجتماعی شدن. اینکه من تو جامعه هستم، خب من باید تشخص پیدا کنم. چجوری تشخص پیدا میکنم؟ اینکه ایده خودم رو برای دیگران بیان کنم، در میان بگذارم و ایده دیگران رو هم بشنوم، برای اینکه اونها هم اومدن خود در این جمع تشخص پیدا کنن. نتیجه نهایی این مفاهمه و تمایزیابی و هویتیابی خب از پیش قابل تصور نیست، قابل پیش بینی نیست، اما محصولات جنبیش مهمه. اینکه اگر چنین واقعی رخ بده، اگر گفتگو رخ بده، اختلافات روشن میشه، تضادها بیرون میاد، بعد جامعه تلاش میکنه که بر سر باورها، سیاستها، روندها به یه مخرج مشترکی برسه، یه جایی هم برسه به اینکه نه ما سر این موضوع با هم اختلاف داریم، agree to disagree، با هم موافقیم که تو این زمین ها با هم اختلاف داریم. منتها در ایران ما چون گفتگو نداشتیم به معنای واقعی کلمه، یعنی هم این دوتا کارکرد رو نداشتن، بیشتر جنسش مناظره و مشاجره و دعوا بوده، مفاهمه و تمایزیابی ها شکل نمی گرفته، بنابراین کارکرداش هم در جامعه نداشتیم. هنوز همین داستان هست، آدم ها حاضرن که خلاصه رگ های گردن رو صفر کنن و همدیگر رو جر بدن به قول مردم عادی در این گفتگوهایی که معمولا شکل میگیره. من نمیدونم حالا چند دقیقه رفتم، فکر کنم حدود 8-9 دقیقه رفتم، حالا ما بد نیست یکی دو دقیقه طلب کارشیم. خداحافظ شما فعلا. مرسی آقای محمدی عزیز. خب برمیگردیم به آقای رضا نجفی گرامی. آقای نجفی، تفاوت بین دو پدیده گفت و شنود با بحث و جدل یا مناظره چی هست؟ این رو خب یک مقداری الان آقای محمدی هم گفتند، میخوام از دیدگاه شما بیشتر بشنویم. بله، اتفاقا یک کتاب خوبی مؤسسه توانا منتشر کرده و مرحمت کردید برای منم فرستادید، من به دوستان توصیه میکنم که اون کتاب رو در واقع ببینن. و یک جایی اتفاقا به همین قضیه هم اشاره میکنه اون کتاب، به تفاوتهای بین، حالا ما میتونیم بگیم مناظره، میتونیم بگیم بحث و جدل و این طرف گفتگو یا دیالوگ، که کلن هدف این دوتا متفاوته. وقتی که متفاوت می شود اختلاف روش ها در واقع رخ میده، که ما در گفت و شنود یا گفتگو یا دیالوگ ما دنبال این هستیم که نقطه نظرهای دیگران رو کسب کنیم، ببینیم دیگری چی میگه، دانش دیگری چیست، در حالی که در بحث و جدل ما دنبال آگاهی به نقطه نظرهای دیگران نیستیم. اگرم تازه کنجکاویم ببینیم نظر او چیه، برای مشکلیست و برای اینکه مدرکی برای ابطال نظرهاش بخوایم پیدا بکنیم. بنابراین هدف در گفتگو مفاهمه است، درک دیگریه، آموختن از دیگری است، در حالی که در بحث و جدل هدف برنده شدن در بحث، بی‌اعتبار کردن دیدگاه طرف مقابله. در گفت و شنود ما مایل هستیم، کنجکاویم، تجربه های دیگری رو دریافت بکنیم، ازشون آگاه بشیم، در حالی که در بحث و جدل اگر هم گوش میدیم به طرف مقابل، دنبال یافتن در واقع اشتباهاتش هستیم، برای محکوم کردنش هستیم. در بحث و گفتگو، ببخشید، در دیالوگ، در گفتگو، در گفت و شنود، ما در واقع
تجربه های دیگران رو میپذیریم، معتبر میدونیم، اعتماد در واقع میکنیم، در حالی که در بحث و جدل ما زیر سوال میبریم. یعنی طرف اگر میگه آقا من مثلا چنین تجربه‌ای دارم، چنین آگاهی دارم، آماری اگر میده، نمیدونم هر دیدگاهی، ما در واقع همین ها رو غیر معتبر میشماریم، اعتماد نمی کنیم، انتقاد می کنیم، رد می کنیم، تخته می کنیم. در بحث و گفتگو ما آمادگی داریم که درک خودمون رو از موضوع گسترش بدیم. اصلا دنبال این هستیم، یعنی در گفتگو ما می خواهیم بیشتر بیاموزیم و به حقیقت نزدیکتر بشیم. اما در بحث و جدل ما اصلا دنبال تغییر دیدگاه خودمون نیستیم، میخواییم از دیدگاه خودمون در واقع دفاع بکنیم. و نکته مهم در واقع به نظر من همین قضیه است که فرض کنید این خیلی در باورمندهای ایدئولوژیک آدم این رو میبینه که وقتی شما با یک آدم متعصب دارید بحث و گفتگو میکنید، اون شخص اصلا دنبال این نیست که دیدگاه شما رو ببینه چی هست یا انتقادهای شما رو بخواد بشنوه. او فقط میخواد نظریه و باور خودش رو تبلیغ بکنه، در حالی که در بحث و گفتگو ما میخواییم از همدیگه در واقع بیاموزیم. حتی در بحث و گفتگو من ممکنه که بخوام اصلا ببینم ایرادات خود من چیه یا دیدگاه من کجا عیب ایرادی داره. فرض کنید در یه مسئله دانشی که در حیطه علوم هست یا حتی در ادبیات هست، من به یه نتایجی رسیدم، در گفتگو میخوام این نتایج خودم رو محک بزنم و عیب ایرادهای دانش خودم رو برطرف بکنم. این خیلی فرق داره تا در بحث و جدل شما میخواید از یافتهای خودتون دفاع بکنید و بگید که این حقیقت مطلق است و ایرادی در واقع نداره. در بحث و گفتگو ما احساسات خودمون رو کنترل میکنیم، یعنی حتی آداب گفتگو آرام است و با آرامش هست و با ادب هست و با انصاف هست و غیره، در حالی که در بحث و جدل کسانی که بحث و جدل میکنند احساسات خودشون رو مهار نمی کنن و چه بسا این که با پرخاش، با خشم طرف مقابل رو در واقع سعی می کنن که مرعوب بکنند و حرف خودشون رو در واقع به کرسی بنشونن. نکته درخشان به نظر من اینجا در واقع همین نکته است که چه خوبه که ما در گفتگو دنبال این باشیم که نظر دیگری چیست و دنبال این باشیم که ایرادهای یا نقصانهای دیدگاه من چیست، نه اینکه بخوایم از دیدگاه خودمون دفاع بکنیم. این چیز خیلی خوبیه که من از پوپر در واقع آموختم، که پوپر میگه که ما خودمون زودتر از منتقدان دیگه باید دنبال نواقص دیدگاه خودمون باشیم. خود ما باید زودتر از دیگران برای ابطال نظری خودمون کوشش بکنیم. متاسفانه آن چیزی که اتفاق میفته در بحث و جدل تلاش برای اثبات دیدگاه خود هست تا اینکه ما ببینیم عیب ایرادات نظریه ما چیست و چگونه عیب ایرادات رو ما میتونیم برطرف بکنیم. من متاسفانه ساعت رو نگاه نمی کنم موقعی که شروع می کنم به صحبت، بعد نمی فهمم چند دقیقه صحبت کردم. وقت بدید شما، چون سری قبل هم که 2 دقیقه در واقع کمتر صحبت کرده بودید، الان هم که هنوز از همین سوال دومتون 1-2 دقیقه وقت دارید تا 10 دقیقه باشه. بله بله، در واقع اینا تفاوت‌هایی که ما بین بحث ماجرای بحث و جدل می‌بینیم و گفتگو. و باز دوباره نکات دیگر هم من تکرار بکنم که در گفتگو احترام رعایت میشه، آرامش رعایت میشه. در بحث و جدل
افراد ممکن هم دیگر رو متهم بکنن، برچسب بزنن، توهین ممکنه در واقع صورت بگیره. در بحث و جدل در واقع آداب گفتگو رعایت نمیشه. همون ماجرای احترام به دیگری، اعتماد به دیگری و آرامش و انصاف در گفتگو رعایت میشه، در حالی که در بحث و جدل در واقع این اتفاق نمیفته. حتی درباره موارد خیلی جزئی مثلا فرض کنید همین نوبت صحبت، ما در گفتگو توی حرف همدیگه نمیپریم، نمیدونم از زمان مقررمون بیشتر صحبت نمی کنیم، در حالی که در بحث و جدل معمولا این موارد اصلا رعایت نمیشه. در گفتگو ما دنبال همکاری با همدیگه هستیم، در حالی که در بحث و جدل دنبال حذف همدیگه هستیم، سعی میکنیم که طرف رو از میدون در واقع بیرون کنیم. ما در گفتگو دنبال این هستیم که حقیقت رو بیابیم و از دیگری داریم کمک میگیریم که به اون حقیقت نزدیک بشیم. من از دیگری کمک میگیرم وجوهی از مسئله رو که من ندیدم، زاویه دید من اجازه نداده که اون رو ببینم، به کمک باور آرا و باورهای دیگری وجوه دیگر مسئله رو هم در واقع ببینم. ولی خب در بحث و جدل بحث همکاری نیست، بحث رقابت هست و حتی ممکنه به اصطلاح دشمنی باشه. اینا مواردی که من به نظرم میرسه در تفاوت بین این دو مقوله. خیلی ممنونم آقای نجفی عزیز. اما بریم به سراغ آقای محمدی گرامی. آقای محمدی، توی برنامه های اولیه این سری از برنامه ها آقای دکتر نیما نوروزی از زاویه روانشناسی به موانع شکلگیری گفتگوی سازنده در جامعه ایران پرداختند و مواردی رو ایشون به عنوان مسائل روانشناسی و مشکلات روانشناسی فردی و اجتماعی اومدن بیان کردن و گفتن که این موضوعات در واقع مانع این میشه که در واقع ما ایرانی ها بتونیم گفتگوی سازنده‌ای با هم داشته باشیم. همین الانش هم آقای نجفی عزیز مواردی رو بیان کردند که در واقع در مکالمات میپریم تو حرف هم دیگه، حتی توی حتی تو مصاحبه‌های تلویزیونی که چند نفر مهمان وجود دارن الان تو رسانه‌ها میبینیم که همه سر این که خلاصه خودشون رو بخوان ثابت کنن، هیچ کس نمیگه که اوکی من فهمیدم، من از این زاویه که شما نگاه کردی تو الان نگاه نکرده بودم و از این باید سعی میکنم که اینجوری هم نگاه بکنم یا الان چیز جدیدی یاد گرفتم. انگار که همه چیز رو همیشه ما بلدیم و فقط میخوایم خودمون رو به دیگران اثبات بکنیم. حالا از زاویه جامعه شناختی ما میخواییم که شما برای ما توضیح بدید که اجتماع ما ایرانی ها در ایران، در خارج از ایران، تو خانواده، مدرسه، کوچه، خیابون، آیا این مهارت رو یاد میگیریم؟ جایی هستش که ما تمرین بکنیم گفتگو رو و دیالوگ رو؟ و آیا موارد موفقی هم در این مورد وجود داشته که بتونیم در واقع رو اون قسمت بیشتر تاکید بکنیم؟ خب پاسخ شما یک نه بزرگه. ما در جامعه ایران گفتگو با اون کارکردهایی که الان هم من اشاره کردم هم آقای نجفی اشاره کردن، با اون کارکردها ما فاقدش بودیم. اتفاقا در یه فصل کوچیکی مدون در اون راهنمای گفتگو میان دینباوران و غیر دینداران یه اشاراتی کردم به مواردی از این از گفتگو در گذشته. در اون موارد هم ما ویژگی‌های گفتگو رو به معنای واقعی کلمه، گفت و شنود، یادگیری، مفاهمه، هویت‌یابی فردی، جمعی، تمایزیابی، اونا رو کمتر در اون تجربیات گذشته
میتونیم ببینیم. کتاب هست، دوستان میتونن دانلود کنن از سایت توانا و جاهای دیگه اون موارد رو ببینن. اما من از یه برای اینکه بحث اجتماعیش رو باز کنم، از یه جای دیگه شروع میکنم و اونم این هست که فرض کنیم سه نفر کنار هم نشستن و با هم حرف زدن، ما چطور میتونیم تشخیص بدیم؟ الان محصول نهایی در برابر ماست، چطور میتونیم تشخیص بدیم که این بیشتر مشاجره و مجادله و مناظره بوده یا گفتگو بوده به معنای واقعی کلمه؟ چند تا معیار وجود داره. با این معیارها که عمدتاً هم معیارهای اجتماعی هستند، میشه اون محصول نهایی رو ارزیابی کرد. معیار اولش اینه که آیا در این اتفاقی که افتاده، رد و بدلهایی که صورت گرفته، آیا افراد زبان تهدید دارن یا ندارن؟ حالا اصلا اینکه افراد بد و بیرا بگند اون خیلی روشنه، ولی بسیاری از تهدیدها تهدیدهای محفوفه، تهدیدهایی هست که طرف به زبان نمیاره ولی عملا مشخصه که از موضع در واقع سلطه یا قدرت داره تهدید میکنه. این پرسش اوله، یعنی در واقع معیارهایی است برای اینکه گفتگو از حیث اجتماعی واقع شده یا نشده. معیار دوم اینکه آیا افراد کسان دیگری رو که در این گفتگو شرکت دارن، اینها رو به گوشه رینگ میبرن یا نه، یعنی اومدن برای بوکس بازی، اینکه یه فردی رو کاملا در شرایط بسیار دشوار قرار بدن، یا اینکه نه فضای دلچسبی است، فضای آرامی است، افراد دارن، هر کسی داره تلاششون میکنه برای فهمیدن و برای فهماندن. معیار سوم اینکه آیا در سمت میزبان، چون میزبان هم اینجا کلیدیه، غیر از مهمانانی که میان، گفتگو معمولا میزبان داره، میزبان هم نقش داره در اینکه گفتگو رو جهت بده با سوالاتش، با وقت دادنهاش، با اگر جمعیت باشه با کنترل جمعیت، آیا میزبان و طرفهای گفتگو اینها در مقام خود حق پنداری و در مقام خود بزرگبینی نشستن، در مقام تبلیغ نشستن یا در مقام مفاهمه، نقش متکلم و مدافع رو دارن بازی میکنن مثل بحثای در باب الهیات، یا نه نقش یک فیلسوفی رو که داره جهت جستجوگره، داره تلاش میکنه که بیشتر بفهمه داستان رو، یا مثلا اگر بخوایم در رسانه ها دنبال کنیم، نقش تبلیغاتی رو دارن یا نقش گزارشگر حرفه‌ای رو دارن بازی میکنن در باب یک موضوع خاص. معیار چهارم بحث قطب‌بندی درست کردنه. آیا اون محصول نهایی به کاهش دو قطبی ها در جامعه منجر میشه یا اینکه دو قطبی رو تشدید میکنه؟ من مخالف دو قطبی یا چند قطبی نیستم ها، اما بعضی از دو قطبی های مخل مانع میشه از اینکه افراد راه های مصالحه و سازش با یکدیگر، همزیستی مسالمت‌آمیز و اونا رو گم کنن. این دو قطبی ها اگر به اینجاها برسه برای پیوندهای اجتماعی اینها مخاطر انگیز هست. معیار پنجم داستان مشارکت نهادهاست. آیا در این گفتگوها نهادهایی که تو جامعه دارن عمل میکنن مؤثرند؟ آیا این نهادها دارن نقش بازی میکنن یا نقش بازی نمیکنن؟ هم جنبه مثبت میتونه داشته باشه، هم جنبه منفی میتونه داشته باشه. ما الان میشنویم مثلا در برخی از این کلاب هاوس ها مهمم هست برای آدم ها ببینن که طرف از کجا داره میاد. آیا از نهادهای امنیتی اطلاعاتی داره میاد یا نه معلمه، دانشجوه، دانشگاهیه؟ اینها تعیین کننده است. به خوبی هم من فکر میکنم افراد دو مرتبه سه مرتبه صحبت طرف رو بشنون کاملا متوجه میشن که از کجا داره این صحبت ها برمیخیزه، طرف از منافع چه گروهی چه نهادی داره در اینجا دفاع میکنه. و نکته آخر هم بحث این است که آیا در این گفتگو اطلاعاتی، چارچوب های تحلیلی، یعنی در واقع اون جنبه های آموزشی پژوهشی که ما انتظارشو داریم، آیا در این گفتگو محقق شده یا نه؟ ته داستان آیا اگر کسی در معرض این گفتگو قرار گرفته،
آیا چیزی رو فرا گرفته یا فرا نگرفته، حالا چه در خود مهمانان از هم دیگه چه مخاطبان. اصولا بحث به دعوا و بد و بیراه و ناسزاگویی ختم به خیر شده، یا اینکه نه افراد وقتی وارد شدن و از این گفتگو خارج شدن میبینن که یه چیزی هم در کف دستشون باقی مونده یا باقی نمونده. اینها هست که به نظر من هم میشه به عنوان نوعی بر اساسش میشه دستورالعمل‌هایی رو تهیه کرد که گفتگو باید چنین جهت‌هایی رو بره. افراد مثلا در همین معیار آموزش و یادگیری، آیا افراد واقعا از این گفتگو چیزی رو فرا گرفتن یا نه، بیشتر رد و بدل یک مش کلمات رو باش مواجه شدن. میشود دستورالعمل‌هایی رو بیرون آورد، میشه چارچوب‌هایی رو تعیین کرد، حتی اگر افرادی بخوان اتاق‌هایی داشته باشن در مورد گفتگو میتونن آیین‌نامه‌هایی رو در اون چارچوب‌ها بنویسن، توصیه کنن، پیشنهاد کنن. فواید جنبی داره، ولی اساسش این است که ما چگونه میتوانیم مفید بودن یک مجموعه از رد و بدل شدن کلمات رو یا دیدگاه‌ها رو ارزیابی کنیم در چارچوب‌های اجتماعی. آیا این به نفع جامعه و کارکردهای عادی و روال‌های طبیعیش بوده یا اینکه مخله؟ خیلی ممنونم آقای محمدی. صحبتتون تموم شد؟ بله صحبتم تموم شد. تا دور بعد. بله متشکر. شما هم چند دقیقه در واقع کمتر از اون زمانی که باید صحبت میکردید و از شبت که من طلبکار نیستم، هر چی کمتر حرف بزنیم بهتر. بله و فقط یه جایی رو گفتید که در واقع گفتگوها با دعوا و نمیدونم خود دشنام اینها ختم به خیر بشه، اون دیگه به نظرم ختم به شر، ختم به خیر نیست. امیدوارم که در واقع هیچ وقت گفتگوها به اون سو کشیده نشه. ولی اون یه نوع حالا بعضی توش بود، اون بیشتر من میخواستم داستان رو یه کمکی طنزآلودش کنم. بله بله واقعا میشه گفتش که باید طنز. از شبت که خدمت آقای نجفی عزیز. آقای نجفی شما چه تجربه شخصی درباره در واقع فقر فرهنگ یا آداب گفتگو نزد محافل ایرانی دارید؟ چه چیزایی رو شما دیدید و اگر هم نکات مثبتی رو هم دیدید با ما در میون بگذارید، شاید چه بسا در خوب باشه که گاهی وقتا نکات مثبت رو هم برجسته بکنیم و اونها رو بیشتر تشویق بکنیم. بفهم. خواهش میکنم. داستانی است پر از آب چشم. حالا من سعی میکنم نکات مثبت رو فکر کنم ببینم از کجا میتونم پیدا بکنم نکات مثبت رو. ولی تجربه شخصی من هم خب به هر حال به اصطلاح خیلی در ذوق زننده است آن چیزی که من دیدم. مثلا یه تجربه، یک خاطره ای رو در واقع من تعریف بکنم، این که در عنفوان جوانی به قول معروف که من بسیار فکر میکردم که روشنفکران ایرانی تافته جدا بافته هستند و از جنس دیگری هستند و اینها، شانس اینو پیدا کردم که در یک محفل ادبی که گلهای سرسبد به اصطلاح روشنفکران و اونجا حضور داشتن حضور پیدا بکنم. طبیعتا من اسم نمیبرم، ولی حاصل کار به شدت برای من تکان دهنده بود، برای من جوان 20 و چند ساله، که این روشنفکرا رو در واقع به نوعی از جنس دیگری میپنداشتم و دیدم که این اشخاص که در واقع فلسفه دور هم جمع شدنشون این بود که ما میخواییم با سانسور مخالفت بکنیم و بحث آزادی بیان و بحث اینها رو مطرح میکردن، من دیدم که این دوستان نوبت صحبت همدیگر رو رعایت نمی کنن. اگه قرار طرف 5 دقیقه صحبت بکنه، 20 دقیقه داره حرف میزنه، به زور دیگران وادارش میکنن که صحبتش رو پایان ببخشه. در غیاب همکارانشون اتهاماتی رو وارد میکنن به اون اشخاص و به هم حتی پرخاش میکنن، توهین میکنن.
و بعد من متوجه شدم که چه توقع بیجاییست که من خیال میکنم از در فرهنگی که خب گرفتار خیلی بلایا هست، من فکر بکنم که مثلا گروهی ولو روشنفکران در این فرهنگ مسئول موندن از این ماجراها. و حتی بعدها متوجه شدم که حتی ممکن است یک کارگر مثلا امریکایی از نظر روانی سلامت بیشتری داشته باشه تا یک روشنفکر مثلا ایرانی، برای اینکه این آدم در یک جامعه به سامانتری رشد کرده و خیلی آسیب ها رو نخورده، در حالی که به هر حال ما روشنفکرام در ایران بالاخره در اون فرهنگ زندگی کردیم، در اون جامعه زندگی کردیم و مسئول از خیلی صدمه ها نیستیم. حالا اینجا من نباید پادر کفش جامعه شناسا بکنم، این آقای محمدی باید دربارش صحبت بکنه، ولی خب ما ادبیاتی ها معمولا پادو کفش همه میکنیم، میگیم چون ادبیات به همچی ربط داره. ولی واقعا من به این نتیجه رسیدم که یعنی این رو واقعا دوست دارم که دوستان جامعه شناس دربارش صحبت بکنن که چرا واقعا جامعه ایرانی به این بلایا گرفتار شده، چرا ما مونولوگ داریم، چرا دیالوگ برقرار نمیشه بین آدم ها. خب به هر حال بحث تاریخ هست و بحث ساختارهای مذهبی و نمیدونم قدرت و غیر و غیره، ولی همونطور گفتم برای من جالب بود که حتی روشنفکرها هم از این قضیه مسئول نبودند و به نظرم میاد که برای تحلیل این ماجرا نه فقط جامعه شناسی، باید از روانشناسی هم در واقع ما مدد بگیریم. و بعد توی جلسات فراوان این قضیه باز اتفاق افتاد که من میدیدم، حالا بعدن که خب خود ما ساکن فرنگ شدیم و اومدیم تو جلسات آکادمیک و غیر آکادمیک هم شرکت کردیم، مثلا برای نمونه من هرگز ندیدم که اینجا مثلا در آلمان اگر در یک جلسه ای از یک کسی دعوت کردن، فرض کنید بیاد مثلا درباره مثلا فرض کنید درباره سینما صحبت بکنه، حتی اگر یک کارگردان سینما اونجا نشسته، در مقام شنونده وارد بحث و جدل نمیشه، در حالی که اینجا ما بارها توی محافل ایرانی دیدیم که تماشاچی ها شنونده ها دستشون رو بلند میکنن به عنوان این که من سوالی دارم و بعد میرن به قول معروف سر منبر، یا میبینی که نیم ساعت داره طرف صحبت میکنه در حالی که سخنران داستان هم نیست. یا به ندرت من دیدم در محافل ایرانی که افراد زمان گفتگو رو رعایت بکنن، به ندرت دیدم که گفته های دیگری رو گوش بدند و همین آداب و گفتگویی که ما دربارش صحبت می کردیم رو رعایت کنند. به قولی در واقع می شود گفت که بسیاری از ما ایرانی ها شهوت کلام داریم، شهوت سخن گفتن داریم، این که خودمون رو نشون بدیم، باورهای خودمون رو تبلیغ بکنیم. و برای من بسیار شگفت انگیزه که اغلب ما حتی نمیخوایم ببینیم که طرف مقابل اصلا مایله که صحبت ما رو بشنوه. به نظر چیز بدیهی میاد، بازم میگم در این مورد باید سراغ روانشناسا رفت، چرا وقتی که طرف مقابلش علاقه به صحبتهای من درباره سیاست، ادبیات، سینما یا هر چیز دیگه علاقه نداره، من چرا اصرار دارم که همچنان در واقع برای او سخنرانی کنم؟ این چیزی که من خیلی فراوان دیدم در محافل ایرانی ها، از تهمت زدن، از پرخاش کردن، دیگه کمش در واقع همین رعایت نکردن زمان صحبت هست و نوبت طرف رو رعایت کردن و از این قبیل، من فراوان دیدم. همینطور گفتم حتی در محافل روشنفکری ما هم من این قضیه رو در واقع شاهد بودم. ممنون، باز دوباره من نگاه نکردم ساعت رو بگیم. بله، شما همچنان وقت دارید. من فقط این
نکته رو اضافه کنم که ما الان موضوع ما چون ایران هست راجع به ایران صحبت میکنیم، طبعا در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم این موضوع وجود داره که در واقع آداب گفتگو رعایت نمیشه و این فقط مختص ایران نیست، ولی خب الان ما برای ایرانی هستیم و جامعه هدف ما ایران هست و راجع به ایران بیشتر داریم صحبت میکنیم. و البته در بسیاری از کشورها از دوران کودکی در خانه و مدرسه و تلویزیون و جاهای مختلف این آموزش داده میشه که چطور بایستی که افراد با هم گفتگو بکنن، حرف هم دیگر رو بشنون، حرف تو رو شنیدم، حرف من اینه، بدون این که بخوان اون طرف مقابل رو رد بکنن یا شخصیت. ما گاهی وقتا انگار که داریم با هم گفتگو میکنیم دیگه میخواییم اصلا آنچنان به جدل کشیده میشه که میخوایم ریشه اون فرد مقابل رو بزنیم و هر حرفی که از کلام اون فرد، از زبان اون فرد در میاد رو میایم یک معنی دیگری روش میذاریم و بعد اونو میچسبونیم به یه چیز دیگه، انگ و برچسب و همه چی میزنیم و خلاصه این چیز رو ما حالا خیلی وقتا شاید تو توییتر و جای دیگه ببینیم یا حتی تو همین کلاب هاوس گاهی وقتا افراد با هم صحبت میکنن یا اصلا بحث میکنن، خیلی از مغالطه و سفسطه و اینها استفاده میکنن تا یه جوری اون طرف مقابل رو منکوبش کنن. اما برگردیم به آقای محمدی گرامی. آقای محمدی، حالا از زاویه سیاسی نگاه کنیم به این قضیه، آیا مثلا مقامات کشوری بین خودشون و با مردم، احزاب و گروه ها، چرای اپوزیسیون مذاکره رو میدونن، میتونن با هم گفتگو کنن، ائتلافی شکل بدن، تو گروه های سیاسی جبهه‌ای شکل بدن؟ و من یه زمانی یادمه که تو ایران یک نفری، حالا دقیقا یادم نیست، گفته بود که ما از گوگوش تا سروش باید با هم متحد باشیم و یک جبهه در واقع داشته باشیم. یا در واقع تو مناظرهای تلویزیونی ما گاهی وقتا میبینیم که موقع انتخابات میشه، البته بیشتر اون برای گرم کردن بازار انتخاباته، ولی همزمان تو دانشگاه و اینا هم همون ایام مناظرهایی رو شکل میدن، خیلی وقتا به دعوا و درگیری کشیده میشه. شما در این مورد چه نظری دارید؟ سیاست مداران ما چطور هستن در این زمینه؟ خب ببینید، من ابتداعا یک نکته در مورد آقای سروش بگم. اون نکته‌ای که در مورد ایشون گفتم فراموش کردم که اون وجه مثبتی رو که همیشه تو ذهن خودم هم بوده و قدردان بودم اونو ذکر کنم. من از کلاس‌هایی که در خدمت آقای سروش بودم واقعا استفاده می‌کردم. ایشون معلم خیلی خوبی بود، بالاخص بحث معرفت شناسی رو من خیلی آشنا نبودم، چارچوب های اصلیش رو از آقای سروش ابتداعا شنیدم، فرا گرفتم و بعد به آثار اصلی خودم مراجعه کردم. به عنوان کسی که از ایشون بسیار آموختم همچنان قدردان ایشون هستم. اون نکته‌ای که گفتم در واقع به عنوان یک آسیب شناسی در فضای نخبگان فرهنگی و دانشگاهی میخواستم ذکر بکنم. تو دور قبلی جواد عزیز از من در مورد ایران پرسید، من فراموش کردم که داستان رو به ایران برسونم، بیشتر رفتم سراغ معیارهای ارزیابی اجتماعی که آیا گفتگو واقع شده یا واقع نشده. در مورد ایران اگه بخوایم صحبت کنیم، حالا اینو بعد به سیاست میرسونم، ما در تاریخ اجتماعی ایران نهادی برای مفاهمه و تمایزیابی اجتماعی مسالمت‌آمیز نداشتیم. تو دور اول در مورد کارکردها صحبت کردم، اینجا میخوام بیشتر در مورد نهادها و ساختارها صحبت کنم. ما چنین نهادی رو نداشتیم. در دوران جدید از اواخر دوره قاجار در واقع رونق هنر و ادبیات، رونق رسانه‌ها، روزنامه‌ها، چاپ کتاب
رونق آموزش عمومی و همچنین رونق سیاست تا حدود زیادی زمینه رو برای بیان خیش، برای مفاهمه و تمایزیابی تا حدودی داشتن فراهم می‌کردن. اما به دلیل اینکه این رد و بدل‌ها مخلوط بود به کسب و کار، اینکه افرادی به دنبال بیزینس خاص خودشون بودن، به دنبال منزلتیابی اجتماعی بودن، اونهایی که به دنبال این بودن که پله ها رو یکی یکی بالا برن و به دو در این چارچوب هم به دنبال رقابت های سیاسی بودن میان گروه ها و افرادی که در چارچوب های مختلف قرار می گرفتن، همه اینا باعث می شد که مفاهمه به حاشیه بره و نهادهای مربوطه هم شکل نگیره، یا اگر یه نهادهایی بودن اون نهادها از برگزاری گفتگو پرهیز میکردن. مثلا در همین حوزه‌ای که من فوق لیسانس گرفتم در ایران، فلسفه، یه انجمن فلسفه‌ای وجود داشت، بعداً شد انجمن حکمت و فلسفه، یه انجمنی وجود داشت، اما این انجمن گفتگو برگزار نمیکرد، آدمای رو دعوت میکرد، یک ساعت حرف میزدن، آخرش هم به دو نفر سه نفر اجازه میدادن یه سوالی رو کوتاه بکنند و بعد تمام میشد داستان. گفتگو محقق نمیشد، با اینکه اون نهاد یکی از کارکردهاش میبایست گفتگو بوده باشه. الان هم در ایران انجمنهای علمی هستن، مثل انجمن جامعه شناسی، یا خانه هایی هستن مثل خانه سینما، نمیدونم خانه تئاتر، اینها انتظار میره ازشون که جلسات گفتگو برگزار کنن، اما نمیکنن این کارو، بیشتر جشن برگزار میکنن، بزرگداشت برگزار میکنن، ولی ما کمتر میشنویم که در معضلاتی که وجود داره، مثلا سینمای ایران ده ها معضل داره، تئاتر ایران ده ها معضل داره، نشنیدیم که در خانه تئاتر، در خانه سینما جلسه ای باشه افراد بیان از دیدگاه مختلف این معضلات رو مطرح کنن. ببینید دو تا به نظر من، البته یه نکته دیگه رو در مورد دین بگم، در حوزه دین ما از گذشته در سنت حوزه های علمیه حاشیه نویسی داشتیم، ردیه نویسی داشتیم، ولی باز چیز نبوده، این نبوده که اینها اولا گفت و شنودی و در حوزه عمومی باشه، مخاطب داشته باشه، یه کسی یه حاشیه می نوشته، یه ردیه می نوشته، اون یکم یه جای دیگه جواب می داده، گاهی وقتا اسم هم دیگر هم نمی آوردن، ولی بالاخره این گفت و شنود در شکل حد اقلیش در یک مواردی برگزار می شده. خیلی از کتب فقهی شیعه اینها بیشتر همون گفت و شنود هاست، همون ردیه نویسی هاست که بعداً به آثار در واقع تکست تبدیل شده. از دو منظر میشه کمبود یا فقدان گفتگو رو در ایران تا حدودی توضیح داد. یک بخشش سنته که سنت‌های جاری در جامعه ایران اینطور نبوده که زمینه‌ها رو برای گفتگو فراهم کنه. اگر هم نهادهایی برای کاهش منازعه وجود داشته، اینها بیشتر کارکردش این بوده است که به قدرت و اقتداری گروه اجتماعی کمک کنه یا وضعیت رو از ویرانگری و هرج و مرج نجات بده. مثلا در قبایل با ازدواج‌های میان گروهی تلاش می‌کردن که منازعات رو کاهش بدن، اما گفتگویی صورت نمی‌گرفته، مذاکره‌ای نمی‌شده بین این قبایل، برای اینکه خب چطور ما این اختلافاتمون رو کاهش بدیم؟ سر هر چیزی که هست، سر زمینه، سر نمی‌دونم گله، سر ییلاق و قشلاق، ما نشدیم جایی این سران بنشینن در کنار هم در یه چارچوبی با هم مصالحه و سازش کنن. از یه روش های دیگه استفاده میکردن برای اینکه این پیوندها رو به هم در واقع جوش بدن. مثلا اگر تعارض به جاهای خیلی باریکی میکشیده، میومدن با همین آیین خونبست دختر به هم میدادن برای اینکه کمتر از هم دیگر قتل و غارت انجام بدن. روش های حل منازعه بیشتر در سنت ما خشونت و قهر بوده. حالا یه جاهایی هم به جدال هایی در واقع نرمتر می انجامیده، تهش هم اگر قرار بوده که این کاهش پیدا کنه منتهی می شده به شیخ سالاری، به حد گفتگو و مذاکره و پیدا کردن راه حل های میانی نمی رسیده. در دوره جدید هم ما دنبالش رو داریم دیگه، این روش های حل اختلاف میان کسانی که دیدگاه های متفاوت دارن
بی‌آبرو کردن، تحقیر، به حاشیه راندن، انزواست. آقای نجفی به موارد گسترده‌اش اشاره کردن، من دیگه اونجا خیلی توضیح نمیدم. نکته دوم که در واقع مبنای دوم شکل نگرفتن گفتگو، بحث ایدئولوژی است. در دوره جدید افراد به سرعت به دنبال این بودند که دیدگاه‌های خودشون رو، چارچوب‌های فکریشون رو به مرحله ایدئولوژی ارتقا بدن. در یه دوره‌ای که اصلا مسابقه بود که مثلا کدوم یکی از این روشنفکران مذهبی یا وعاظ روحانیون اینا تا چه حد موفق بودن ایدئولوژی درست کنن. خب شریعتی همه موفقیتش در این بود که اسلام رو به ایدئولوژی تبدیل کرد، یا آقای مطهری، بازرگان، همه اونها به دنبال ایدئولوژی سازی بودن، برای که مسئله اصلیشون قدرت بود، مسئله شون این نبود که مفاهمه‌ای در جامعه شکل بگیره. اون بازی حل منازعه که با مجموعه صفر بود، یکی باید ببره یکی باید ببازه، اینجا توی داستان ایدئولوژی خودشو خیلی خوب نشون میده. یه نفر باید همه جوایز رو ببره، بقیه هم باید بازنده باشن. نمیشود که تو گفتگو ما بازی با مجموعه صفر نداریم، یه عده قرار نیست ببرن یه عده ببازن، یه عده ممکنه یه جاهایی ببرن یه جاهایی استدلال ضعیف‌تر دارن، مخاطب فکر کنه که نه آقا اون طرف مقابل بهتر ظاهر شد. یه عده یعنی شما در آن واحد میتونید هم برنده باشید یه جاهایی هم بازنده باشید، ولی ایدئولوژی چنین داستانی نداره. تو ایدئولوژی شما یا باید ببرید یا باید ببازید، پیروزمندی است در میدان جنگ سخت و جنگ نرم. با هم به همین دلیل هم هست که ما شاهد رشد واژه‌هایی مثل قهر انقلابی، غلبه و نمیدونم نفوذ، اینا همه از داستان ایدئولوژی در واقع نشأت میگیره. در این دوره هم هست که شیخ، اون شیخ سالاری، جای خودش رو به ایدئولوژ میده، که قرار هست که این آقای ایدئولوژ پرچم حذف دیگران رو به دست بگیره. روش حل اختلاف هم که مشخص در ایدئولوژی‌ها در واقع در ایران دنباله سنت بودن که عمدتاً ترور شخصیت، تبلیغات سیاسیه و برچسب زنیه و از این قبیل. ریشش هم برمیگرده به اینکه ایدئولوژی‌ها به دنبال مفاهمه و کشف حقیقت نیستن. ایدئولوژی‌ها به دنبال این هستن که حقایق تازه‌ای رو خودشون خلق کنند. خداشون خدای قدرته و از اصل داستان قدرت و قدرتگیریه و اعمال قدرت بر جامعه‌ای که اینها درش دارن زندگی میکنن. ما اگر توانسته باشیم، این حالا اینجا بخش نسبتاً میخوام یه خبر خوب به دوستان بدم، اونم اینه که جامعه ایران داره از ایدئولوژی گذر میکنه. این خیلی مثبته. اگر ما بتونیم از ایدئولوژی گذر کنیم و افراد دیگه نگاهشون به ایدئولوگ‌ها نباشه، که این شبکه‌های اجتماعی دارن به شدت کمک میکنن که ما ایدئولوگ نداشته باشیم و ایدئولوژی حاکم نباشه بر اذهان، اونجاست که ما میتونیم به گفتگو مفاهمه تا حد زیادی گذر کنیم. خب من فعلا متوقف میکنم تا دور بعد که دوستان به اجازه بدن. بله، خیلی ممنونم از شما. من به یاد این افتادم که در واقع یک آیه شریعت مداری کیهان یک اصل فقهی رو بیان کرده بود با عنوان مباهته، که گفته بود که بهتان زدن در مواردی که ما میبینیم که یک کسی داره به انحراف کشیده میشه جایز هست، و همین بهتان زدن ها خب دیگه قلم کیهان و آیه شریعت مداری رو همه دیگه میشناسن، و مستندایی هم که ایشون با وزارت اطلاعات همکاری داشتن، اون مستند هویت و برنامه های دیگه هم همه در جریان هستن که چگونه بوده. و خب چون عرف حوزه علمیه رو زدید، خب تو من فکر میکنم تو حوزه ها در واقع یک پیشفرضی رو انگار دارند، به عنوان یک چیز درست میدونند، بعد میان با هم بحث میکنند که چگونه از این فرض دفاع کنیم در برابر کسایی که شبهه وارد میکنند، و میشنن با هم بحث و جدل میکنن
و این یک سنت هست، اون بحث و جدل کردن در حوزه ها که با هم میشنن بحث های داغ میکنن، ولی اون بحث ها همونطور که شما گفتی بیرون نمیاد، گفتگو نمیشه. من یک بار هم در همین اتاق یک تجربه ای رو گفته بودم. ما اون موقع تو انجمن پلی‌تکنیک تو دهه 70 اردوهای تابستونی میذاشتیم، فکر کنم آقای محمدی هم از مهمانان ما بودن، در اون برنامه ها حضور پیدا میکردن. در حاشیه اون اردوها یک شبی بچه‌ها، من دیدم که دو نفر مثلا دارن با هم بحث میکنن، یک نفر شده بود طرفدار شریعتی، یک نفر شده بود طرفدار سروش، بعد با هم بحث میکردن و همدیگر رو محکوم میکردن. بعد میگفتن حالا جامونو عوض کنیم، تو بشو طرفدار سروش، من بشم طرفدار شریعتی. همه اینها رو در واقع داشتن تمرین میکردن برای اینکه یاد بگیرن چگونه میتوان در هر گفتگوی طرف مقابل رو زمین زد. یعنی هدف کشف حقیقت نبود، هدف کشف یادگیری راهکارهای در غلبه در یک مناظره و گفتگوی اینچنینی بود. اما برگردیم به آقای رضا نجفی عزیز. پیش شرط های تحقق یک گفتگوی موفق از نظر شما کدوم ها هستند؟ بله، عرشبت تا حدود زیادی البته پاسخ داده شد در خلال صحبت ها. من به یکی دو مورد که شاید بیشتر نیاز داره که روش تمرکز کنیم اشاره میکنم. ببینید، در واقع در گفتگو ما هدفمون همونطور که گفتم باید نه منکوب کردن طرف مقابل، بلکه آموختن و نزدیک شدن به حقیقت باشه و همون بحث همکاری که در واقع صحبتش شد. برای همین در هر گفتگویی ما تا حد امکان باید یک شرایط برابری رو برای طرفین گفتگو قائل باشیم. تو صحبت آقای محمدی هم این بود، طرفین باید حقوق یکسان و همانندی داشته باشند. وقتی که من مثلا به عنوان یک دیندار ادعا میکنم که با یک بیدین دارم حاضرم گفتگو بکنم، واقعا چه موضعی میخوام باش گفتگو بکنم؟ آیا من میخوام اون رو به راه راست هدایت بکنم، ارشادش بکنم؟ از دید من دیندار، این طرف که چون غیر مؤمنه من اسمشو میذارم کافر و بعد نجس و گفتگوی من برای ارشاد اوست، در این پیش نخواهد رفت، این گفتگو نخواهد بود، این ارشاد. در واقع من زمانی میتونم ادعای گفتگو داشته باشم که حقوق یکسانی رو برای طرف مقابل قائل باشم، یک برابری بین خودم و او ببینم. باید بپذیرم ممکن است که من اشتباه بکنم، ممکن است در مواردی حق با او باشه، و بیا با هم بشینیم صحبت بکنیم و ببینیم که کجای کار من ایراد داره، تو کجا بهتر میدونی. با این دید ما باید در واقع وارد گفتگو بشه. به عبارتی در واقع چیزی که من میخوام برجستش بکنم، در واقع به رسمیت شناختن شخص مخالف هست و کوشش برای آموختن از شخص مخالفه. در حال که میگم در بحث و جدل دنبال این هستیم که ما رو از میدان به در ببریم، اینجا ما میخواییم ببینیم از مخالف خودمون چه چیزی ما میتوانیم بیاموزیم. در عالم ادبیات و فلسفه یک چیزی برای من بسیار بسیار آموزنده بود، من برام خیلی جالب بود، اونم ماجرای نیچه هست و ستایشی که میکنه از داستایفسکی. چون وقتی که شما نیچه رو میخونید میبینید که این آدم به صغیر و کبیر رحم نمیکنه، بزرگترین نوابغ رو زیر تازیانه میگیره. بعد همین آدمی که به راحتی بزرگان رو در واقع زیر شلاق میگیره، میاد درباره داستایفسکی میگه که از تنها کسی که من روانشناسی آموختم داستایفسکی بود. و توجه بکنید که داستایفسکی روسه و
نیچه از روسا خوشش نمیومده. داستایفسکی مذهبیه، نیچه ضد مذهبه. داستایفسکی ستایشگر رنج و نیچه ستایشگر قدرت است و با هر چیزی که رنگ و بوی رنج و اینها بده در واقع کاملا مخالفه. یعنی با هر متری شما بخواید بسنجید لابد انتظار دارید که نیچه بیاید بگوید که شروع کنه به فوش دادن به داستایفسکی و طرد کردن و تخته کردنش. ببینید این تفاوت ها واقعا وجود داره، این اختلاف نظرها واقعا وجود داره، ولی نیچه میتواند از مخالف خودش چیزی بیاموزد. یعنی الان شما وقتی که رمان های داستایفسکی رو میخونید، بعد فلسفه نیچه رو میخونید، میفهمید که نیچه چقدر واقعا از داستایفسکی گرفته. وحشتناک، خیلی زیاد هم گرفته. اگر این تعصب رو میداشت که میگفت این یارو روسه، این یارو دینداره، این یارو از نظر روانی بیمارگونه، ستایشگر رنجه، که همینا بود، اگر اینطور نگاه میکرد هیچ چیزی از اون نمیاموخت. آندره مالرو هم یه حرف زیبایی داره، میگه من هیچ وقت از کسی که هم عقیده خودم بود چیز نیاموختم، قرینش این میشه که من از مخالف خودم آموختم. این چیزیه که ما باید خیلی تمرین کنیم. یعنی من فکر میکنم ماها به جای اینکه طلا انرژیمون رو به کار ببریم که طرف مقابل رو مجاب بکنیم، از میدان به در بکنیم، بی اعتبارش بکنیم، به جای اینکه بکوشیم حرف خودمون رو کرسی بنشونیم، ببینیم که آن دیگری چه چیزی برای من میتونه داشته باشه، نظرهای مخالفش چیست، و همونطور گفتم به جای اثبات دیدگاه خودمون سعی کنیم بگردیم اتفاقا ببینیم ای بیراتهای دیدگاه من چیه، کجاهاشو من میتونم اصلاح بکنم، کجا باید من تغییر عقیده بدم. اینجاست که شخص مخالف من میتونه بسیار بسیار برای من در واقع ارزنده باشه. و باز یه نکته دیگه که ما میبینیم، این حالا این مخالف رو من اسمشو میتونم حتی دیگری بذارم، میتونه الزاما مخالف خود آدمم نباشه، ما میبینیم شناخت خود در آینه دیگری، حرفی یه ذره کلیشه‌ای میشه ولی خب حقیقتی درش هست، ما در آینه دیگری است که خودمون رو میشناسیم. ما احتیاج داریم به دیگری تا محک بخوره دانسته های ما، باورها و ایده های ما. ما راحت تر نفرت میورزیم از کسی که واقعا نمیشناسیمش. مثل بحث نجات پرستی، ممکنه یه نفر اینجا نشسته باشه بعد بگه که مثلا من از سیاها متنفرم، من از فلانی متنفرم، و هیچ وقت اینا رو از نزدیک اصلا ندیده باشه، و واقعا هم نفرت زمانی رخ میده که ما نمیشناسیم، و وقتی که میشناسیم میگیم بابا این آدم هم نه شاخ داره نه دوم داره، محسناتی هم داره، و چقدر آدم ها میتونن دوست داشتنی باشن و شبیه هم باشن. برای همین این شناخت دیگری، و که در واقع من این رو همون دیالوگ میدونم دیگه، وقتی شما دیگری رو میشناسی به این معناست که وارد یه جور دیالوگ شدی، موجب شناخت خود آدم هم میشه. مثلا فرض بکنید که جنبش مشروطی ما چگونه اتفاق میفته، حاصل شناخت غربه. حالا بگذاریم که این دیالوگ در واقع خیلی دیالوگ ایدئالی نیست، چون سطح دو جبهه با هم یکسان نیست، این تفاوت ها رو من میدونم، ولی به هر حال همین شناخت خودش چه فوایدی رو در واقع داشت. و برعکس، غرب ستیزی که ما گرفتار شدیم و چوبش رو خوردیم تا حدود زیادی ناشی از همون عدم شناخت و عدم دیالوگ هست. روشنفکران ما واقعا این دیالوگ رو برقرار نکردن و به خاطر همون عدم شناخت گرفتار غرب ستیزی شدن، و نتیجهش این چیزیست که ما در واقع میبینیم. اگر اون دیالوگ واقعا اتفاق میفتاد، چه بسا این که ما سرنوشت در واقع بهتری میتونستیم پیدا بکنیم. ممنون، من نوبتشو میسپارم به شما.
بله خیلی ممنونم از شما جناب نجفی عزیز. خب برمیگردیم به آقای محمدی گرامی و آخرین سوالی که از آقای محمدی باقی مونده درباره گفتگو در سطح دیپلماتیک هست و اینکه مقامات کشوری ایران جمهوری اسلامی چقدر در سطح دیپلماتیک بلدن که مذاکره بکنن و گفتگو بکنن در سطح دیپلماسی و خود چه موانعی وجود داره در این زمینه؟ در خدمت شما هستم. خب من یک کمکی در هر دوره‌ای که میگذره با یکم تأخیر متوجه میشم به چه چیزایی جواب ندادم. تو دوره گذشته در مورد سیاست از من پرسیدید، من تا حد ایدئولوژی رفتم ولی نتیجه گیری اصلی رو نکردم. نتیجه گیری هم این بود که ایدئولوژی به دلیل اینکه جنگ میان ایده هاست، ایده های متوجه به کسب قدرت، این وقتی در عالم سیاست حاکم بشه و به مسموم ترین شکل خودش جامعه رو در مقابل هم قرار میده، ایده هایی رو، چارچوب هایی رو که اصولا متوجه به ارتقا، پیشرفت، مفاهمه اینا هست، اینا همه به حاشیه میرن. ما دو تا ایدئولوژی مخرب در نیمه دوم قرن بیستم در ایران داشتیم که همچنان اثراتش هست. اینا تضعیف شدن ولی هنوز هم برخی از اثراتش رو میتونیم ببینیم. اونها هم مارکسیسم و اسلامگرایی هستن. من کاری به ایده های خاص مارکس ندارم، بحثا مارکسیزمه، اونجاییست که ایده های مارکس تبدیل به ایدئولوژی میشه. در مورد اسلام هم همینطور، یعنی دین اینجا بحث من دین نیست، بحث هم اسلامگرایی است. یعنی در واقع اسلامیست که یه دروش سوار شدن، یه اسبیست که اون رو زین کردن برای کسب قدرت. اینهاست که دوچار جامعه ایران رو دوچار وضعیت امروز کردن. سیاست اصولا در ایران چون با ایدئولوژی آمیخته هست و افراد در چارچوب های ایدئولوژیک اصولا وارد سیاست میشن و در همین چارچوب ها هم در سیاست میمانند، ما سیاست به معنی اینکه افراد رقابت کنند، مشارکت کنند، سیاست به معنای پالیسی رو، پالیسی های خاصی رو در جامعه به پیش ببرن، این سیاست در ایران متاسفانه چنین شکل و قد و قواره ای رو نداشته و حالا هم کار داریم که به اونجا برسیم. اما در باب دیپلماسی وقتی محقق میشه که شما در دنیای امروز، چون عمدتاً ما در چارچوب دولت ملت ها فکر میکنیم، اون واحد هایی که قرار با هم رابطه دیپلماتیک داشته باشن دولت ملت ها هستن. از بزرگترین مشکلات دیپلماسی در جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته این بوده است که اصولا مقامات جمهوری اسلامی، قانون اساسیش، نمیدونم گفتمان هایی رو که اینها ترویج میکردن در چارچوب اون ایدئولوژی اسلامگرایی، اصولا در چارچوب ملت دولت نیست، در چارچوب امت هست. اسم آقای خامنه ای رهبر مسلمین جهان هست. نمیدونم این عنوان رو واقعا اینها چطور میتونن استفاده کنن، چیز عجیب و غریبی است که رهبر یک کشور رهبر مسلمین جهان نامیده بشه. چرا؟ به دلیل اینکه اصولا اینها به کل جامعه بشری به عنوان مورچه ها و اتم های نگاه میکنن که آقای خامنه ای همه اینا رو باید هدایت کنه. در چنین چارچوب ذهنی اصولا دیپلماسی محقق نمیشه. 44 سال هست که جمهوری اسلامی به دنبال گفتگو و رابطه دیپلماتیک با کشورها نبوده. چرا سفارت خونه کشورهای دیگر اشغال میشه، بهشون حمله میشه؟ اینا جزء اصول دیپلماسیه که آقا شما این نمایندگانی دارید. حتی در شرایط جنگ هم بسیاری از کشورها سفارت طرف مقابل رو نمیبندن، برای که میخوان همیشه راه گفتگو و مذاکره رو باز نگه دارن. اما در ایران خب این روال عادی بوده همیشه. این همین یکی دو روز که این آقای رائفی پور رو در عربستان فعلا نمیگذارن که از عربستان بیرون بیاد، اون مؤسسه‌ای که ایشون داره، مؤسسه مساف،
پیام داده بود که فعلا به سفارت حمله نکنید. اصلا این جزء چیزشونه، جزء روالهای جاریشونه، حمله به سفارت خونه ها. اینا نشون میده که اصولا دیپلماسی و چارچوب های دیپلماسی که بسیاریش همون چارچوب های گفتگوی در یک جامعه هست، نهادها افراد با هم گفتگو میکنن، قرارم هست که از هم بشنون، چیزهایی یاد بگیرن، مخرج مشترکا رو پیدا کنن. در دیپلماسی هم مبانی همین هاست. اینها رو جمهوری اسلامی اصولا روی میز هیچ وقت برای خودش قرار نداده و قرار هم نخواهد داد، چون اصولا این رژیم اینجوری شکل نگرفته. جامعه جهانی امتند، اونایی هم که نمیفهمن کم کم باید بهشون فهمون که شما بخشی از امت هستید، شما شهروند نیستید، شما تابعید، شما محکومید. حاکمی وجود داره، یک ولی، اونم ولی فقیه، یک سلسله ولایت هم وجود داره که از بالا به پایین میاد، در مراحل مختلف شما باید از اینا تبعیت کنید. اصولا جایی برای دیپلماسی نمیماند. اما در کدام موارد اینها مجبور شدن گفتگو کنن؟ وقتی که تهدید بوده. یعنی تنها جمهوری اسلامی زبان تهدید رو میفهمه. میگن در مورد اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی که حکمت، عزت، مصلحت. من همیشه گفتم که اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی عبارت است از یاغیگری، گروگانگیری و گسترش طلبی. اینا اون ستاست اصول سیاست خارجی. شهروندهای غربی رو، دو تابعیتی رو شما گروگان میگیرین، در منطقه نفتکشا رو میگیرید، میزنید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان، در جاهای دیگه هم گروه های میلیشیایی رو برای خودتون نائب درست میکنین و کارتون این هست که حوزه نفوذ امنیتی نظامیتون رو گسترش بدید. حالا اگر فرصتی پیش اومد، پوتینی پیدا شد، به اوکراین حمله کرد، خب اونجا هم خب فهوول مطلوب، چرا که نه، اونجا هم شرکت میکنیم برای اینکه این تنش رو به قاره اروپا هم بست بدیم. ولی اساسش عبارت هست از گروگانگیری، یاغیگری و گسترش طلبی. جایی برای گفتگو، جایی برای دیپلماسی، جایی برای مذاکره نمیمونه. متاسفانه دولت‌های غربی در طی 44 سال گذشته سرشون رو در برف فرو کردن. من معتقد نیستم که مسائل جامعه ایران رو دولت‌های غربی میتونن حل کنن. ما اینقدر مسئله در ایران داریم که خود جامعه باید متکفلش باید باشه که این مسائل رو حل کنه. اما دولت‌های غربی با این سیاست خوشنودسازی، با سیاست مماشات، همیشه راه رو باز کردن برای اقدامات جمهوری اسلامی در سطح منطقه، در دنیا، تروریسم، نمیدونم هوا کردن موشک، ارسال پهپاد به روسیه برای اینکه در اوکراین بریزه بر سر زن و بچه مردم. جامعه بین المللی، چه نهادها مثل سازمان ملل، چه سازمانهای مثل نیتو و چه کشورها به شکل تک تکشون، اتحادیه اروپا، اینها همه یک تصور خامی داشتن که یک روز این جمهوری اسلامی عادی خواهد شد. یه دوره‌ای که تکیه می‌کردن به داستان میانه رو و نمیدونم رادیکال، اون هم که توهمش خوشبختانه تا حدود زیادی برطرف شده، هنوز در همون چارچوب دارن حرکت میکنن و متاسفانه رفتارهای جمهوری اسلامی هیچ وقت هزینه‌ای برای نظام نداشته. از همین جهت هم اینها بر سر عقل نیامدند که با راه دیپلماسی، راه گفتگو مسیر بهتری است. میشود جامعه رو حداقل در همین سطح موجودش، برخی از مشکلاتش رو، برخی از فشارهاش رو برطرف کرد اگر شما راه دیپلماسی رو در پیش بگیرید. ولی اصولا از آقای خامنه ای از کسانی است که فکر کنم رش میزنه وقتی این کلمه دیپلماسی رو میشنوه. در موارد مختلف هم گفته این رو در جای مختلف، که من همیشه به کسانی که میرفتن خارج و اینها بهشون اخطار میدادم که مواظب باشید، ما قرار نیست که دیپلماسی انجام بدید، برید تهدید کنید، میدان، بحث میدان و نه دیپلماسی. اون دوگانه‌ای که آقای ظریف مطرح کرد در مورد رابطه خودش با سلیمانی، عمدتاً اونا داستانشون داستان میدان هست، اینکه با زور مسیر قدرت بین المللی و قدرت جهانی حکومت اسلامی از مسیر میدان میگذره، با شکل نظامی جاهای دیگر رو فتح کنید، بعد اون وقت اتفاقات دیگر خواهد افتاد.
خب من متوقف میکنم بریم سراغ بخشای دیگر دوستان تا کار خودشون بله بله خیلی ممنون از شما مهمانی جان. درود دوباره بر همه دوستانی که تازه به ما پیوستند و سلام اول ما رو نشنیدن. اولا سپاسگزارم از دو مهمان گرامی که انقدر مکمل هم صحبت کردن. اینجا ما در این اتاق اتفاقا مناظره و مجادله برگزار نمی کنیم، همه میان غنی‌تر می کنن محتوای جلسه رو و هر کسی بر این پازل کلی کاشی می افزاید. به افتخار حضور آقای نجفی و یاد کردن از چند تا از ادیبان با غم حتما هم شنیدیم، گرچه عمر بلند و پرباری داشت میلان کندرا، نویسنده شهیر چک تبار که به فرانسه هم زیاد نوشت و در فرانسه هم مقیم بود و از خودش چقدر آثاری باقی گذاشت در گفتگو، در گفتگوی مکتوب به زبان روایت، انواع داره گفتگو با شیوه های مختلف بیانی، هنری، ادبی، از جمله رمان نویسی و قصه و این رفت و برگشت ها و داخل داستان هاش هم دیالوگ های برجسته ناب. خلاصه که بار هستی رو برای ما باقی گذاشت دیگه، یادش به نیکی یاد باد. خواستم یادآور بشم که همیشه استقبال میکنیم به ویژه خانم ها، کسانی که داخل ایران تریبون صحبت نداشتن. این محفل گفتگو باز هست، هر هفته دعوت هستید تشریف بیارید، تجربه خودتون رو بگین. مهمانای ویژه هر هفته ممکنه تخصصهای ویژه‌ای داشته باشن، در قلمرو خاصی اظهار نظر کنن، تئوری‌های علمی رو بگن. اون بخشی از کار هست، بخشی از کار هم تجربه زیسته ماست. ناظر اجتماعی بودیم، در هر خانواده بودیم، در مدرسه هامون، در جامعه هامون، تو اجتماع، به هر شکلی بین اپوزیسیون، دوباره تاکید میکنم، بین خودمون با پارتنرمون با فرزندانمون، تجربه های زیسته گفتگو و چالش هاش رو هم خوشحال میشیم که تشریف بیارید بگید. یک روزنامه نگار از ایران دعوت کرده بودم، رویا، ولی ظاهرن اینترنت زیاد خوب نیست. متاسفم که جمهوری اسلامی اینترنت رو گزینشی بین مردم توزیع میکنه، اونجایی که خودش میخواد استفاده میکنه، اون محدود میکنه خلاصه گردش آزاد اطلاعات و ارتباطات و گفتگو رو. آقای محمدی نکته خوبی رو یادآور شد. آقای محمدی، اصلا من یادم نمیاد کلمه کامپرمایز دقیقا معادلش چی هست در فارسی؟ مصالحه، چیزی به نام وین وین، گفتگوهای برد برد، ما چقدر در فرهنگمون داشتیم داریم، کم میبینیم. ما حتما باید در یک معامله یه طرف کاملا احساس پیروزی و بردن بکنه، یه طرف باید باخت بکنه. این چیزی که ما معامله برد برد داریم، به نظرم حتی در گفتگو هم فقرش رو حس میکنیم. به هر روی اینها نکاتی بود که خواستم یادآور بشم و اینکه جلسه بعد قرار هستش که راجع به این صحبت کنیم. از حالا اعلام میکنیم که اگر دوستانتون هم مطلع کنین و بیشتر مشارکت بکنیم ممنون میشیم. آیا حذف دین از حوزه عمومی ایران اولا مطلوبه و در ثانی ممکن هست، امکانش هست، و بعدم با چه موانع احیانا چالش های مواجهه؟ این موضوع هفته آینده ما خواهد بود، این هم میتونه مورد توجه پنلیستامون باشه و اظهار نظر بکنین. بعضی وقتا انگار که منازعه جذابیت بیشتری داره، عده زیادی دوست دارن شنونده یا بیننده درگیری باشن، ولو در کلام. حالا منازعه اسمشو بذاریم بین سیاستمدارها بر سر یک قدرتی، کسب یک جایگاهی، یا مجادله برای بیرون کردن حریف، یا همینطوری دعوا مرافعه های کلامی، ممکنه جذابیت داشته باشه. ولی وفادارای این اتاق ممکنه بگن که این موضوع امروز تا حدی نکامل، قبلا هم صحبت شده بود، کاملا درسته، ولی به احترام یک مهمان جدید هم که شده، چنان که پنلیستامون گفتن، حالا ما مردمان ایران جا داریم برای تمرین گفتگو که فکر نمی‌کنم
میکنم زیادی بشه. خیلی متشکریم از حضور همتون. از حالا به بعد هندرایزینگ باز هست، هر که مایل باشه دست بیاره بالا، خیلی خیلی خوشحال میشیم. اینا نکته هایی بودش که خواستم بگم جواد جان. گوی و میدان دست خودت، برگرده به خودت. ممنون که امروز هوا ما داشتی. من زیاد نمیتونم صحبت کنم. مانی سوال داره مثل اینکه. بله حتما. من همونطور که شما گفتین، منم اتفاقا می‌خواستم این نکته رو بگم که اتاقایی که حالت جدالی دارن و یک تیتر داغ به اصطلاح انتخاب میکنن، معمولا بیشتر دیده میشن. ما توی پست‌های شبکه‌های اجتماعیمون هم همینطوریه. هر وقت یک کتاب آموزشی داریم، اون کتاب آموزشی کمتر دیده میشه، ولی اگر مثلا یک حرف جنجالی باشه یا یک ویدئوی جنجالی باشه، خب تعداد بازدید کننده هاش خیلی بیشتر هستند. البته میخواستم این رو هم اشاره بکنم که گاهی وقتا این جدال بین افراد برای ناظران آموزنده است. حالا شاید خودشون دنبال رسیدن به یک حقیقت نباشن و با هم در واقع نخوان به یک مفاهمه برسن، ولی من خودم حداقل تو اتاقایی که تو همین کلاب هاوس برخی از دوستان خدا ناباور اتاقایی برگزار میکنن با تیتر در واقع اغوا کننده برای افراد خدا باور، و مثلا میگن که اگر مثلا تجربه ای از دیدن جن دارید بیایید و برای ما بگید. خب افرادی میان اونجا و حتی افراد معمم هم میان اونجا صحبت میکنن و تجربه خودشون رو میگن یا باور خودشون رو میگن، و بعد افرادی یه سری روانشناس و متخصص علم اعصاب و اینها میان صحبت میکنن از بچه های خدا ناباور و میان با علم و منطق وجود جن رو در واقع رد میکنن. من اون وسط حالا بعد اونجا جدل شکل میگیره و یک عده میان در دلایل خودشونو میگن و باورهای خودشونو میگن، و خب میبینم که اونجا کسایی که ناظر اون بحث و جدل هستن، گرچه اون افرادی که اون بالا هستن یک عده به خاطر باور ایمانیشون هرگز نمیخوان بپذیرن چیز دیگه ای رو، و این طرف هم خب سعی میکنه گاهی وقتا با حرفای تند و تیز اونها رو مورد خطاب قرار بده، اما ناظران یه چیزی یاد میگیرن و خیلی به این اتاقها توجه میکنن و خب آموزنده هم هستش بعدم از اون حالتها یه چیزی رو یاد میگیرن. گاهی وقتا میگم شاید اون مناظره و مجادله و اینها، هر کدوم یه بارم گفتم، شاید هر چیزی در جای خودش مفید باشه، همونطور که مثلا در یک نقش ها در نقش اجتماعی من فکر کنم آقای دکتر محمدی میگفتن که یک نفر امکانه داره که در یک نقش اجتماعی مونولوگ داشته باشه، اون جایگاه اون نقش اون فرد هست. گاهی وقتا چنین نقش هایی میتونه در واقع برای حاضران و ناظران آموزنده هم باشه. این البته نظر شخصی من، شاید حالا دوستان بخوان در این مورد بیشتر توضیح بدن. اما قبل از اینکه مهمانای برنامه بخوان راجع به این موضوع هم صحبتی بکنن، من میخوام که مانی عزیز سوالشون رو مطرح بکنن. متشکرم. درود بر شما آقای طواف، خانم ماه‌منیر، آقای محمدی، آقای نجفی و همه عزیزان. من دو تا سوال داشتم که حالا تفکیکش میکنم، یکیش میشه از آقای محمدی، یکیش میشه از آقای نجفی. پرسش از آقای محمدی این که ببینید ما در ایران با یک تمامیت خواهی مذهبی روبرو هستیم که بر همین اساس که آقای محمدی هم البته به درستی توضیحاتی دادن، نمیخواد اهل گفتگو نیست، یعنی که نمیخواد بشنوه چیزی. معمولا در گفتگو هدفش این است که حرف خودش رو به کرسی بنشونه. یکی این هستش. یکی همی که دوست داره کلیت گفتگو رو به حجب بکشونه، یعنی این که مثلا ما از گفتگو مثلا خیلی دوست دارن شاید
الان نهادهایی که اینجا ناظر هستن از داخل ایران که ما اینجا وقتی صحبت میکنیم فقط حرف زده باشیم، یعنی هیچ اتفاقی نیفته، فقط حرفای یه جور حجب، یه جور پوچ باشه. و حتی من یه بار در بحث با یکی از نیروهای انقلابی هم یک استدلالی از ایشون شنیدم که البته استدلال درستی نبود، ولی خب نشون میده که دنبال چی هستن. و اون گفتش که به من گفت اگر در آمریکا، در فرانسه، در کشورهای اروپایی شما میتونی راحت حرف بزنی، حتی توهین کنی، هرچی بگی، برای اینه که وقتی حرف میزنی روی استبلیشمنت هیچ تأثیری نداری و فقط حرف زدی، هیچ اتفاقی نمیفته. به نظر میاد که اونا در ایران هم دنبال یه همچی چیزی هستن. راه مقابله با این چیه که ما حرف گفتگومون، دیالوگمون اثر داشته باشه، صرفا حرف نزده باشیم؟ یکی این سوال دوم از آقای نجفی این که چرا ما وقتی رمان میخونیم به نظرمون نمیاد که داریم مونولوگ میشنویم، انگار که داریم دیالوگ میکنیم، و از نظر تأثیری هم که روی انسان میذاره اگر مثلا در یک دوره زمانی بررسی کنیم میبینیم کسی که حالا که مثل شما که ترجمه میکنه، مینویسه، اینا که به کنار دیگه خیلی در اشل بالاتری قرار میگیره، ولی حتی کسی که صرفا فقط مثل من فقط رمان میخونه بازم روش تأثیری میذاره که انگار چجوری بگم، یک دیالوگ بالغ، یک دیالوگ، یعنی اوج تأثیری که یک دیالوگ کامل میتونه روی انسان بذاره میذاره و مونولوگ نیستش. این دو تا سوال من بود، برای گوش میدم و یاد میگیرم. متشکرم ازتون، مرسی. خیلی ممنونم مانی جان. خب اول پس سوال اولتون از آقای محمدی بود. آقای محمدی عزیز بفرمایید. تشکر میکنم از مانی عزیز و سوال بسیار دقیق و راهگشایی که مطرح کردن. ببینید، اینکه اگر در یک نظام تمامیت خواه اگر اینها گفتگو رو حجم نکنند، اونجاست که ما باید تعجب کنیم، چون گفتگو مبانی اون نظام رو زیر سوال میبره و مشروعیت اون نظام رو ازش میستانه. و اما اینکه اینها چرا این کارو میکنند، علتش این هست که این ایدئولوژی ها به نظر من مارکسیسم، اسلامیسم، فاشیسم، اینها همه نهیلیستن، نیست انگارن، اصولا چیزی رو در عالم اینها جدی نمیگیرن غیر از قدرت. فقط قدرتی که تعیین کننده است از نگاه اونها. گفتگو، در کنار هم بودن، ساختارهای اقتصادی، تجارت آزاد، حاکمیت قانون، همه اینها بی اساسه، همه اینها اهمیتی نداره، چون قدرتی که همه اینها رو شکل میده، تاریخ، فرهنگ، همه اینها در دست قدرته. از نگاه اگر شما کاملا در چارچوب‌های یک ایدئولوژی تمامیت خواه بخواید فکر کنید. اما راهش فرمودن که راه اثرگذاری چیه، راه این که ما نشون بدیم که چطور گفتگو میتونه تأثیر بگذاره، این است که انتظارات رو نسبت به گفتگو همیشه واقع بینانه مطرح کنیم. اگر ما بیش از حد انتظار مقام گفتگو رو بالا ببریم که مثلا گفتگو راه دموکراسی رو باز میکنه، گفتگو راه مدارا رو باز میکنه، میکنه، ولی یکی از ده ها عامل هست در این میان. اینطور نیست که شما اگر راه گفتگو رو باز کردین یک بار در اون شهر خلاصه پر از روشنایی، به قول امریکایی ها روی اون تپه، اون یوتوپیاتون درست بشه. اینطوری نیست. گفت باید انتظارات رو نسبت به گفتگو انتظارات معقولی قرار داد، نه هیچ است و نه همه هست، یه جایی بین این دو، بسته به نوع جامعه، بسته به نوع سنت ها، نمیدونم ساختارها، یه جایی اون وسط ما قرار میگیریم. یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم اینه که نشون بدیم که گفتگو امروز در چه حیطه‌هایی میتونه تأثیر بگذاره. مثلا من معتقدم که الان ما به دلیل اینکه جامعهمون با بحران‌های اخلاقی، با بحران‌های مذهبی درگیر هست، گفتگو در این حیطه‌ها تأثیرگذاره. افراد می‌شنوند، در این گفتگوها مشارکت می‌کنند. اتفاقاً همینجا به صحبتی که جواد عزیز اشاره کرد در باب مجادله، درسته در حیطه مذهب اگه شما بخواید صحبت کنید یه جاهایش به مجادله میرسه،
اما مفیده به دلیل اینکه اینا الان مسائل روز جامعه هست. منتها خب اون آداب کلی گفتگو، احترام، ادب، اونا بر اگه اونا بر رعایت بشه، اگه رعایت نشه اون مجادله ها بیشتر ضررش بیش از منافعش خواهد بود. حتما یه منافعی داره چون یه عده‌ای بالاخره در معرض یه چیزایی قرار میگیرن، ولی گاه مزار بر منافع خواهد چربید اگر اون چارچوب ها رعایت نشه. اگه چارچوب ها رعایت بشه حتی یه جاهایی در مقام جدل هم افراد حرفایی بزنن. اینطور نیست که مخاطبان همه تعطیل باشن، مخاطب هم میفهمه که این مغالطه است، این داره برچسب میزنه، این داره توهین میکنه. افراد اینا رو متوجه میشن. اتفاقا گفتگو یه جایی است، جایی است که افراد خودشونو معرفی میکنن، میگن من کیم، من از کجا اومدم، من چه ادبیاتی دارم، و مخاطبان کاملا متوجه میشن که داستان از کجا داره شکل میگیره. آخرین نکته در مورد صحبت مانی این هست که ما باید به جامعه نشون بدیم، به تک تک افراد، که پدیده‌ای به اسم افکار عمومی وجود داره، حتی در نظام‌های تمامیت‌خواه. افکار عمومی عکس العمل نشون میده، مردم چیزایی رو که میشنوند در معرضش قرار میگیرن، باعث میشه گرایش هاشون، سیاست هاشون، چارچوبایی که دارن اونها دستکاری میشه. نمیگیم حالا تغییر میکنن دا، ولی افراد مدام ممکنه که در چارچوب های ذهنیشون اصلاح کنند، نمیدونم تجدید نظر کنند. گفتگو این تأثیر رو داره، افکار عمومی رو شکل میده. هیچ اتفاقا در همین نظام های تمامیت خواه چرا نظر سنجی میکنن و نتایجشون منتشر نمیکنن؟ به دلیل اینکه افکار عمومی براشون مهمه، افکار عمومی اهمیت داره. از همین جهت هم هست که گفتگو اهمیت پیدا میکنه چون روی افکار عمومی تأثیر میگذاره. خیلی ممنونم از شما. آقای مسعود قدس گفتن که موضوع اتاق روشن نیست. ما از حدود ساعت 9 شب به وقت ایران درباره این صحبت کردیم که در واقع آیین گفتگو، آیین بیانی اینجا گفته شده. بعضی از دوستان فکر کردن که مقصود آیین بهایی بوده، اشتباه تایپی شده، نوشتیم آیین بیانی. نه، آیین بیان و گفتگو هست منظور. سوالاتی رو از مهمانان گرامی برنامه مطرح کردیم و به این سوالات پاسخ داده شد. من الان برای اینکه دوستانی که تازه اومدن و اون موقع نبودن با چند چون بس آشنا بشن که راجبه چه چیزایی صحبت کردیم، فهم میگم که راجبه سابقه دیالوگ در جهان غرب و طرحش در ادبیات و فلسفه صحبت شد، درباره تفاوت میان دو پدیده گفت و شنود با بحث و جدل و مناظره. عزیزان تجربه های شخصی خودشون درباره فقر فرهنگی در آداب گفتگو نزد محافل ایرانی رو بیان کردن و پیش شرط های تحقق یک گفتگوی موفق بیان شد. راجع به انواع مکالمه، مناظره، مذاکره، مباحثه، مشاوره، مجادله، منازعه و جایگاه استفاده هر کدومشون به طور مختصر صحبت شد. از زاویه جامعه شناسی آقای محمدی درباره اینکه جامعه ایران آیا مهارت گفت و شنود رو در خانواده، مدرسه و کوچه خیابان یاد گرفته، تمرین کرده یا نه، پاسخشون یک نه بزرگ بود و توضیحاتی دادن در این مورد. از زاویه سیاسی که آیا مقامات کشور با خودشون و با مردم بلدن مذاکره کنن و همینطور گروه ها و چرای اپوزیسیون و همینطور در سطح دیپلماسی چقدر در واقع این قضیه استفاده میشه. هر کدوم از در واقع مهمانان اصلی برنامه حدود 8 تا 10 دقیقه درباره هر سوالی پاسخ دادن و الان در خدمت شما عزیزان هستیم. خب بفهمید مهمانی عزیز. آقای محمدی جان، هر موقع صلاح دونستین راجع به اون معادل کامپرمایز هم که ازتون سوال کردم برامون بگید. این چقدر جا افتاده است در جهان غرب، چه در دیپلماسی بین کشوری و چه داخل کشورها، بین احزاب، بین اپوزیسیون کامپرمایز میکنن، همون وجه اشتراک رو پیدا میکنن روی اون قسمت و برد. راجع به این بعدم برامون بفرمایید، خواهش میکنم. کوروش جان میتونی صحبت کنی؟ آقای نجفی قراره برگرده، پاسخی برای مانی جان دارن، بفرمایید.
موضوع اول موضوع همدلی و رواداریه، که این رواداری یا تالرنس موقعی میتونه واقعا هویت پیدا بکنه که اون کانسپت همدلی هم بغلش باشه. یعنی من اگر فقط رواداری داشته باشم که حرفای من شنیده بشه، این کفایت نمی کنه که من از شما خانم مدیره انتظار داشته باشم شما رواداری بکنی حرفای من قشنگ گوش بدی. بنابراین من بایستی همدلی داشته باشم که درد شما رو هم گوش بدم و وسط حرف شما نیام هی بپرم بگم راستی درد منم اینه، و یا شان شما درد شما درد نیست، درد شما کی گفته درد، اونی که من میگم ده. ببینید این همدلی و رواداری دوتا کانسپت که از نظر روانشناسی اجتماعی اینا با هم توأم در یک دیسکورس به گفتمان شد. مسئله دوم در که در همون کنار همدلی و رواداری، مسئله شنونده فردا یا فعال یا اکتیو لیسنینگ بودنه. یعنی من اساسا من خیلی توجه کردم توی مسئله، بسیار از دوستان وارد یک محفلی میشه ازشون میخوام که صحبت بشه، میگن من نمیتونم صحبتی کنم، من باید اول شنونده باشم که ببینم واقعا مبنای بحث چیه. من این عنوان برام کفایت نمیکنه، واقعا عنوان گذاشتم حرف خودم بزنم، من دوست دارم ببینم چه خبره. خب این خیلی نشونه خوبیه، من یعنی این تغییر رو در فضای کلاب هاوسی میبینم که بسیاری این گونه نگاه میکنم. پس شنونده فعال بودن اصلا رکن فهم، رکن فهمی که من خاصیت ادراکی و پرسپتیو خودم رو بتونم داشته باشم در یک شناخت، مثلا یک شناختی بگیم، یعنی من میخوام یه شناختی نسبت یه موضوعی داشته باشم. یه رکن اصلیش اینه که شما در واقع یک اکتیو لیسنر باشید. پس این هم مسئله دوم. و مسئله سوم و آخر نه not the least، یعنی اهمیتش کمتر نیست و در همون مقامه، اینی که اون کسانی که وارد گفتگو میشن، یعنی هم میشنون هم میگن، یعنی وارد یک دیالوگ میشن. کسانی که وارد یک دیالوگ میشن اون مد نظر اینی که اون منظری که میخوان داشته باشن یک منظر ابجکتیو و مشخص باشه، یعنی حقیقتا خودشون برن رو کاغذ بنویسن ببینن این چیزی که میخوان بگن اصلا معنی میده برای خودشون، یا اینکه من میخوام فقط در دلمو باز بکنم بگم دیگه، بگم والله من که الان آمادگیشو ندارم، ولی خب حالا اینی که گفتیم بذارین سر حرفمو شروع کنم. شروع بکنم از شرق و یمین و یسار، بعد برخی هم بهشون میگن جناب این موضوع تو هنوز به اون موضوع نده. میگه دارم میرسم، گویی تمام این شنوندگان منتظر یک داستان شاهنامه هستن که از ابتدا تا آخرش رو بشنون. یعنی این دقیقا همون عدم رواداری یا تالرنسه که آقا من ظرفیت جمع ببینم، وقتشون رو بدونم. پس بنابراین این مسئله ابجکتیو بودن تو گفتگوها بسیار مد نظره. من مثالی به تو خدمت میشم و حرفمو تموم میکنم. من دیروز در یک پریروز یک جلسه بودم، صحبت از استراتژی بود، استراتژی، و غالب کسانی که اساسا به مسئله استراتژی برخورد میکردن اصلا تعریف مشخصی از اون نشد. هر کسی به عنوان یک مثال میخواست استراتژی رو توضیح بده، در حالی که خودش یک ابجکتیو مشخصه که میتونی شما یک تعریفی بذاری بر اساس تعریف گفتگوی درست کنی. بنابراین اینها روش های گفتمانیه که در واقع دیسکورس یا گفتمان به وجود بیاد، نه گفتگو. گفتگو رو ما تو غیبت هم گفتگو داریم، من از این میگم شما از اون میگی من پشت این حرف میزنم، اینم یه گفتگو دیگه، گفت و شنود، ولی توش دیسکورس وجود نداره، یعنی محتوا و مفهومی نداره. این سه موردی بود که من می‌خواستم مشترک بشم و بیشتر شنونده هستم. خیلی ممنون. خیلی ممنونم کوروش عزیز، اتفاقا نکته خیلی خوبی به نظر من گفتی. ما خیلی وقتا در تعاریفی که از سری واژه ها داریم، تعاریف متفاوت، تعاریف من در واقع انگار که راجع به همین تعاریف کلمات با هم مشکل داریم و اینا باعث میشه که ما گفتگو رو تو گفتگو به مشکل بر بخوریم. و این یکی از موانع گفتگو شاید بشه گفت. در همین کلاب هاوس هم بارها دیدیم، حتی مثلا کلمات، من فکر کنم مثلا راجب کلمات وجدان، اخلاق، انصاف، اینجور چیزا، تعاریفی که وجود داره با هم تو تعریف یکی نیستیم. یا مثلا من دیدم دوستان
آتئیست برای اینکه بیان یک چیزی رو بیان بکنن مجبورن که مثلا وریا خیلی وقتا مجبوره که یک عالمه توضیح بده راجع به یک سری مفاهیم و بعد وارد بحث اصلی بشه. و از آقای مجید محمدی من میخوام که در این مورد بیشتر توضیح بدن. ممنون از کوروش عزیز. سه تا نکته ای رو که فرمودند، اون بحث شنوندگیش رو فکر کنم هم آقای نجفی در ابتدای صحبت خوب باز کردن، منم یه اشاراتی داشتم. بحث رواداری رو، نکته‌ای که میگن واقعا نکته درستیست، یعنی صرف رواداری شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. اون همدلیست که باعث میشه که ما بتونیم شنونده فعال باشیم، بتونیم تلاش کنیم که حرف طرف مقابل رو بفهمیم، ازش چیز یاد بگیریم. باید در یک مقطعی باید با او قدم زد. نمیشود که شما مسیر مقابل رو دارید میرید حرف طرف مقابل هم بشنوید، باید با او همراهی کنید تا متوجه بشید که او از کجا داره میاد، حرفش چیه، ریشش کجاست، چه تجربه‌ای داشته. اینا بدون همدلی اصولا اون محقق نمیشه. اما نکته سومی که فرمودند به نظر من یه نکته واقعا کلیدی هست. من هم تو اون کتاب راهنمایی که تهیه کردم برای گفتگوی میان دینداران و غیر دینداران، تو بحث دستورالعمل‌ها این رو به عنوان یکی از پیش شرط‌ها گذاشتم که افرادی که وارد گفتگو میشن حقیقتاً باید از یک دیدگاهی نمایندگی کنن. نمیشود که شما از مثلا گفتگو جای از هر دری سخنی بلند بلند فکر کردن، اینا گفتگو نیست. اینها محفلی است، افراد کنار هم نشستن، خلاصه دارن وقتشون رو پر میکنن. گفتگو اگر واقعا بخواد محقق بشه، به مفاهمه برسه، شما نیاز دارید که اولا سلکتیو باشه موضوع، در موضوع خاصی باشه، و بعد هم افرادی که شرکت میکنن واقعا از یک منظر خاصی، از یک گفتمان خاصی، یک روایت خاصی رو باید نمایندگی کنن، وگرنه افراد گم میشن. یک مثل هزار تو درست میشه، مخاطبان نمیدونن که این اصلا از کجا شروع شده، به کجا میخواد ختم بشه. مثلا اگر کسی متوجه نباشه که آقا من مجید محمدی که تو این بحث شرکت کردم، من کارم جامعه شناسیه، و اگر هم تو بحث گفتگو شرکت کردم، حرفم اینه که چالش های اجتماعیش چیه، کارکرداش چیه، نهادها در ایران چه سابقه ای دارن در این داستان، من باید تو حوزه خودم باید حرف بزنم. حالا اگر کسی هم واقعا حرف دیگری داره، در همین حوزه میاد منو چالش میکنه یا به حرف من اضافه میکنه یا نقد میکنه، معلومه که از کجا دارم وارد این بحث میشم. اون نکته ای که خانم ماهمنی مطرح کردن در مورد کامپرومایز، ما در زبان فارسی در دوره انقلاب بالاخص سازش رو، سازش کلمه فارسی کامپرومایز هست، بسیار کلمه زیبایی هم هست، ولی به یک توف لعنت تبدیل شد، چون تو سیستم انقلابی شما قرار نیست که با کسی سازش کنید، یا برنده اید یا بازنده، بازی برد برد نداریم. یا شما باید قدرت جهانی برتر بشید، همه رو باید منکوب کنید، یا دیگران، یا در ایران، یا شما باید قدرت مطلق داشته باشید یا طرف مقابل، با هم می جنگید، بالاخره ببینیم از هر طرف ممکنه ده ها هزار کشته بشه تا یکی بالاخره اون بالا بشینه یا تمام قدرت رو در اختیار بگیره. سازش تبدیل شد به یک کلمه منفی. برای همین من این روزها وقتی که میخوام بحث این بازی برد برد رو مطرح کنم، در وقتی کلمه سازش رو استفاده میکنم، مصالحه رو میذارم کنارش. کلمه عربی است، ولی به نظرم افراد میفهمند که آقا این جنسش یعنی این که آقا شما یک مصلحتی رو دارید، طرف مقابل یک مصالحی رو میبینه، شما به دنبال رسیدن به صلح هستید، طرف مقابل هم دنبال رسیدن به صلح هست. اگه قرار باشه ما هم دعوا کنن، اتفاق نمیفته این کامپرومایز. مصالحه در واقع از تو گرامر عربی، تو دستور زبان عربی، از باب تفاعل دیگه. شما به دنبال این هستید که این تقابل صلح‌خواهی رو در معرض آزمایش قرار بدین، به دنبال این هستین که به یه نقطه‌ای برسید، به یه مخرج مشترکی برسید. از همین جهت به نظرم کلمه مناسبی است برای
کامپرومایز هم همینه، یعنی که ما بشینیم در موضوعاتی که با هم اختلاف داریم، بالاخص در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی که نمی‌شود افراد بکشن دو طرف این داستان رو تا حدی که به جنگ داخلی بیانجامه. یه جایی افراد باید سعی کنن که اون مخرج مشترک رو پیدا کنن برای اینکه بتونیم در کنار هم زندگی کنیم. مصالحه حالا یا سازش، اینا تعابیر مناسبی است برای این داستان بازی برد برد. اگه اجازه بدین در مورد کامپرومیزیشن یه نکته من بگم. بله بفرمایید، خواهش میکنم. کورش آره ببینید، من حالا فارسیشو یه مقدار مشکل دارم چون آموختم از زبان انگلیسیشو، بنابراین تبدیل کلمه شاید دوستان بگن این تبدیل غلط، ولی چون که آموختم. ببین ما دو تا مفهوم داریم، یکی کامپرومایز کردن، یکی کامپرومیزیشن. کامپرومایز کردن یعنی حد وسط رو انتخاب کردن، یعنی نه 100% حرف من نصده، بیام وسطش یه جایی رو همدیگه رو ببینیم. این کامپرومایز. کامپرومیزیشن فرق میکنه. کامپرومیزیشن مماشاته، مماشاته یعنی منفعله، یعنی من میام مثلا چرا دیدگاه اصلاح طلبان الان زیر سواله؟ واسه که دیدگاهشون کامپرومیزیشنه، یعنی میگن ما قدرت رو به قول معروف به نوعی ما رو در قدرت مشارکت بدیم که ما بیایم با حرفای شما بریم جلو، در حالی که باید بیایم میگن ما یه نراتیو کاملا مشخص داریم، تا اون نراتیو ما حد وسطش انجام نشه ما اصلا صحبتی با شما نداریم. ما اول باید اون بخش مشترک رو پیدا بکنیم، کامپرومایز بکنیم نه کامپرومیزیشن. بنابراین دو تا یه مقدار فرق داره، یکیش فعاله یکیش منفعله. حالا اگر دوستان تو این زمینه توضیح دارم من خوشحال میشم که به خدمت. آقای محمدی در این زمینه حرف ایشون کاملا درسته. این داستان هم در فارسیش و هم در انگلیسیش دو تا پدیده کاملا متفاوت هست. در مماشات یا در کلمه این مماشات عربیه، فارسیش خوشنود سازی است. در مماشات یا خوشنود سازی شما به دنبال پیدا کردن مخرج مشترک ها یا اون حد وسط نیستین، به دنبال این هستین که طرف مقابل رو راضی کنید به هر قیمت، حتی به قیمت پایین آمدن از اصول و چارچوب های خودتون. اما در کامپرومایز حرف این است که آقا ما نمیتونیم با هم بجنگیم، باید با هم زندگی کنیم، اختلاف هم وجود داره، خب بشینیم ببینیم که نقاط مشترکمون کجاست، از اونجا شروع کنیم، بعد حالا در موضوعات مورد اختلاف هم مسیرهایی رو پیدا کنیم، راه حل‌هایی برای حل منازعه پیدا کنیم، یه قراردادی بنویسیم، چارچوبی در نظر بگیریم که این تنش‌ها رو به حداقل برسونیم. حرفشون کاملا درسته، اینا دو تا پدیده کاملا متفاوت هستن. مانی هم یک سوال داره جواد جان. بله چشم، من خودم یه سوال داشتم از آقای محمدی. آقای محمدی من دوران اوایل انقلاب گفتید، من خب یادم میاد من بچه بودم، ولی خب مامانی که اون موقع به دنیا نیومده بود احتمالاً، ولی خب شعارهایی که اون موقع میدادن، یکی از شعارها مرگ بر سازشکار بود و همین در واقع اگر کسی اهل گفتگو بود به عنوان سازشکار شناخته میشد و خب خیلی در واقع حتی من یادمه که این شعار بعد از ملاقاتی که بین آقای بازرگان با آمریکایی‌ها فکرم در الجزایر اتفاق افتاده بود، خیلی علیه ایشون گفته شد که ایشون سازشکار هستش که با یک مقام آمریکایی دست داده. الان ما چه درسی میتونیم بگیریم برای الانمون و گروهایی که الان در واقع در ایران هستند در برابر جمهوری اسلامی، الان اونها چطور میتونن در واقع از این معضل عبور کنن که به جایی که همدیگر رو در واقع با برچسب سازشکار زدن از صحنه بخوایم بدر بکنیم، بتونیم با همدیگه گفتگو کنیم. الان خب بعضن خب خیلی خب سیاسفید میشه همه چیز. به هر حال الان ممکنه که آقای محمدی، همه ما الان ما میدونیم که شما تا چه حد مخالف جمهوری اسلامی هستید، ولی ممکنه که از نظر بعضی ها چون به هر حال در سال 57
سنتون به سنی میخورد که در بین انقلابیون حضور داشته باشید، ممکنه که به شما الان بگم 57 و با همین برچسب کامل شما رو بخوان حذف کنن. چطور میشه در واقع این انگزنی، این فضا رو پشت سر گذاشت و دیگه اسیر اون جریانات اوایل انقلاب نشیم؟ ببینید یک مسئله خوبی دارن این طرفی ها، که آدمایی که میخوان نفرت داشته باشن نفرت خواهند داشت، اینا کارشونه. خیلی اونا رو نمیشه کاری کرد، چون انقدر نفرت انقدر احساس قدرتمندیه که به این سادگی ها نمیشه این رو از کسی گرفت. یه جایی هم من واقعا تلاش میکنم بفهمم، چون بسیاری بودن که در سال 57 یعنی زندگی هایی از میان رفته با اون داستانی که در ایران انجام شد، افرادی بودن که وطنشون رو از دست دادن، مجبور مهاجرت شدن، اعضای خانوادهشون رو از دست دادن. کاملا باید با این افراد همدلی کرد، یعنی اگر واقعا تنفری هم نسبت به اون رویداد وجود داره، اون رو باید به نظر من برای اینکه ما این تنش‌ها رو کاهش بدیم باید با اون افراد همدلی کنیم، نه اینکه محکوم کنیم، نه اینکه فوراً بیایم مثلا بحث‌های سیاسی خیلی کمک نمی‌کنه، بحث‌های ایدئولوژیک خیلی کمک نمی‌کنه اینجا، بیشتر همدلیه که کمک می‌کنه که ما غلبه پیدا کنیم بر رنج‌هایی که آدم بسیاری از ایرانی‌ها در اون سال‌های 57 تا 60 بالاخص از اون رویداد عجیب و غریبی که در ایران اتفاق افتاد، اون بمبی که در ایران در کل کشور منفجر شد، ما بتونیم اون رو پشت سر بگذاریم. ببینید یک چند تا مسیر وجود داره، اینا هم جنبه‌های روانی داره هم جنبه‌های اجتماعی داره. مثلا در مورد گذشته، هم در سمت انقلابیون ما داستان نوستالژی رو داریم که همچنان این غم غربته هست، که و همین غم غربته هم هست که باعث میشه بسیاری همچنان معتقد باشن که اون انقلاب منحرف شده، اون انقلاب رو از ما دزدیدند. در صورتی که من چنین اعتقادی ندارم. اون ماهیت اونجور حرکت ها و اونجور ایدئولوژی ها، چون ایدئولوژی های غالب اسلامگرایی و مارکسیست بوده، و حالا اگر اسلامگرایی حاکم شد، اگر مارکسیستیش هم حاکم میشد تقریبا همون میشد که شد، خیلی تفاوتی نداره، چون اونها در بسیاری از مبانی با هم نزدیک هستن، سیاست هاشون، روش هاشون، گفتمانی رو که ترویج میکنن، نهادهایی رو که میسازن، نهادهایی رو که تخریب میکنن، بسیار شبیه به هم هست. یک وجهش اینه که ما اون نوستالژی رو، اون نوستالژی مثبت رو، اون رو باید به حاشیه ببریم. در طرف مقابل هم کسانی که در اون دوره مثل من مثلا 17 سالم بوده در اون حرکت شرکت داشتم، ما هم باید شروع کنیم. من کار کردم در نوشته‌های مختلف، حالا چه برخیش به شکل روایی بوده، برخیش به شکل تحلیلی بوده. اصلا یک کتاب من دارم در مورد انقلاب 57 که چه بر سر ما ایرانی آورد، در 20 فصل در وجوه مختلف توضیح دادم که این انقلاب چه به سر ما ایرانی آورده. در وجوه مختلف کسانی که در اون دوره شرکت داشتن و امروز نتایجش رو می‌بینن، باید اون نتایج رو به روشنی بیان کنن که اون حرکت چه سم بزرگی و چه در واقع انفجار مخربی رو در جامعه ایران، حالا فراتر از داستان‌های سیاسی و اینها، یه جامعه رو، نهادهای اجتماعی رو که سنت‌های چند صد ساله داشته در ایران، اون حرکت اونها رو تخریب کرده. بسیارش اصلا بازسازیش به نظر من یا غیر ممکنه یا دشوار هست. اون نظام خانوادهی که ما در دهه 50 در ایران داریم اصولا قابل تکرار نیست، چون بسیاری از این تعارض در واقع نزاهای ایدئولوژیک اون چارچوبه رو از بین برده. در دو طرف، یعنی همون نوستالژیه باید تا حدود زیادی به حاشیه بره، و هم کسانی که در طرف مقابل رنج دیدند، اونها رو باید در معرض نقد واقع بینانه قرار داد، چارچوب های مختلف رو گفت. من البته همیشه تلاشم بر این بوده که اگر اشاره میکنم به این که در سال 57 چه مخاطراتی برای جامعه ایران به وجود اومده، اما در کنارش کاستی های دوران در واقع حکومت پهلوی، اونها رو هم اشاره میکنم، در کنار اینکه
اون دوره باشکوهی برای اقتصاد ایران بوده، برای جامعه ایران بوده، برای فرهنگ ایران بوده. خب در کنارش واقع بینانه بعد اشاره کرد که خب سطح مشارکت سیاسی، سطح رقابت سیاسی پایین بوده. اینها با ارجاع به واقعیت‌های حالا یا متعارض یا واقعیت‌های مکمل اینها تعدیل پیدا می‌کنه. بالاخره ما باید به عنوان یه ملت که می‌خوایم در کنار هم زندگی کنیم، ایرانیایی که می‌خوان در کنار هم زندگی کنن به عنوان یک ملت، باید راه‌هایی پیدا کنن که غلبه پیدا کنن بر هم اون نوستالژیای مثبت و هم بر در واقع خاطرات عجیب و غریبی که اون حرکت برای بسیاری از افراد، خاطرات وحشتناک، کابوس هایی که برای بسیاری از افراد به وجود آورده. من خیلی ممنونم. من برای توضیح بیشتر بگم که آقای مجید محمدی یک مجموعه لایوی هم در فیسبوک توانا چند سال پیش داشتن با این عنوان که انقلاب اسلامی چه بر سر ما ایرانیان آورد، که 6 جلسه بود و فایلاش در یوتیوب هم موجود هست، در شبکه‌های اجتماعی آموزشگاهی توانا هم منتشر شده و خیلی آموزنده بود. من حالا از این جهت این رو گفتم که من خودم موقع انقلاب 5 سالم بود، ولی دیروز من یک نفری یک کسی رو نقد غیر منصفانه از نظر من کرده بود و من ازش خواسته بودم که یک مدرک و سندی ارائه بده بابت اون چیز ادعایی که داره میکنه تو توییتر، و یک نفر دیگه اومد خطاب به من نوشت که تو معلومه که 57 طرفدار خمینی هستی و خون ما تشنه خون تو هستیم پیر خرفت، خطاب به من گفته بود. من دیگه همونجا یه جا خوردم، گفتم که من که اون موقع 5 سالم بود و این منو چقدر میشناسه این فرد که چنین چیزی داره میگه. ولی خب واقعا گاهی وقتا این دعواهایی که هست و صحبت های غیر منصفانه که میشه یه خورده اذیت کننده است. مانی عزیز گویا رفتش، نمیبینمش، ولی خب پدرام عزیز اومدن، از پدرام بشنویم. سلام از ادب، امیدوارم که صدای من گروش مطلبی داری. من فقط یه نکته خیلی جالبی میخوام بگم تحت کامنت اگر اجازه بدی. اوکی خب پرام اجازه بفرمایید. بله ببین دوست گرامی جواد عزیز، ببین این یک معضل فرهنگی عمومیه تو روانشناسی اجتماعی تحت عنوان confirmation bias میگن، یعنی ماها چون یک تصور، یک باور، یک ایده بر اساس تجربه شخصی خودمون برای خودمون به وجود میاد، اونو تعمیمش میدیم، اونو توی یک گفتمان تعمیم میدیم. این confirmation bias فقط تو مسائل فرهنگی نیست، کاملا هم در موارد سیاسی دیده میشه که افراد ایدئولوژی وار وارد یک گفتمان میشن. یعنی من خودم یه ایدئولوژی دارم، مثلا ضد اسلام، یه ایدئولوژی دارم اسلامی، من با اون میام با تو گفتگو میکنم، من به دنبال حقیقت نیستم. بر راه حل این مسئله، راه حل این مسئله یک پارادایم شیفت فکریه، یعنی تفکر ما دوچار یک انتقال فکری باید بشه که از دیدگاه ایدئولوژیکی که این اصلا خاصیت 57 و اینها بوده، من نمیخوام 57 اینا رو نمیگم، من منظورم که اصلا دیدگاه حرکت توده مردم برام طرحه، از اون باید یک دیدگاه قرن 21می که دیدگاه شبکه‌ای و یک دیدگاهی که سیستمه، یعنی مرتب به دنبال سیستم میگرده تا به دنبال فرد و یک پایگاه ایدئولوژی و اینها. پس این راه کرد، یعنی راهکار ما برای خروج از این موردهایی که تو گفتی، این که دیدگاه ما از دیدگاه ایدئولوژیکی به دیدگاه سیستم محوری، این کامنت رو من جای رسیدم. خیلی ممنون. خیلی ممنونم کوروش جان. پدرام عزیز بفرمایید. سلام از ادب خدمت همه دوستان عزیز، منیر نازنین، جناب محمدی عزیز، جناب طواف عزیز و کوروش و محمیر عزیزم. جناب محمدی، من فکر میکنم، حالا تو نمیدونم این فکرم هم آیا درسته یا نه، که به شدت در زمینه گفتگو عمدنم این کلمه رو به کار میبرم که ذلیل و علیل و ناتوان هستیم. خب شرط اول گفتگو اینه که
به تنها چیزی که من شک ندارم اینه که تمام دانسته‌های من احتمالاً درست نیست و میتونه غلط باشه. پس با این دیدگاه راجع به موضوع مشخص در یک چارچوب مشخص با افرادی وارد گفتگو میشم تا بتونم دیدگاه اونها رو راجع به اون موضوع هم بدونم و ببینم که در واقع شاید دیدگاه بهتری، دیدگاه کاملتری باشه یا حتی این اشتراک گذاشتن دیدگاه مختلف باعث بشه که اصلا طرفین گفتگو در پایان گفتگو به یک دید جامع‌تری برسن، هرچند هنوز ممکنه باز اون دید کامل و نهایی و بهترین در واقع دید و بهترین واقعیت نباشه. ولی خیلی خیلی این گرفتاری رو میبینیم از نمیدونم خانواده، از فرض کنید نمیدونم محیط های مذهبی، از محیط های دانشگاهی، از سیاست، فرهنگ، حتی تو روابط مثلا شرکت ها نمیدونم کارگر و کارفرما، سهامدار رو نمیدونم هیئت مدیره و اصلا این نمیدونم انگار که زبان داریم، گوش داریم، ادبیات غنی داریم ولی یک سدی این وسط هست و مانع میشه که ما بتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم و در واقع این مشکلاتمون رو از طریق گفتگو براش دنبال یک راه کار باشیم. نمیدونم چون از ابتدای اتاق نبودم این رو پاسخ دادید یا نه، اگر پاسخ دادید لطفا به همه که ریپلای رو گوش کنم، اگر نه محبت میکنید، اگر جوابی دارید محبت بفرمایید. تشکر. آقای محمدی عزیز، من با اون تعبیری که به کار بردید کاملا موافقم. واقعا جامعه ایران در این داستان گفتگو جامعه ناتوان و ضعیفی است. حالا در یه مواردی هم میشه گفت ذلیله، ولی اون تعبیر ناتوان و ضعیفش رو کاملا قبول دارم، چون ما فاقد نهادهایی هستیم که گفتگو رو به جریان بیاندازه یا اگر موانعی وجود داره این موانع رو برداره. چند تا مثال میزنم. ببینید مثلا در همین در چارچوب خانواده، جاهایی که اختلاف و تنش در یه خانواده زیاده، دو تا نهاد وجود داره تو کشورهای غربی برای پایین آوردن این تنش. یک نهادش تراپیه، زن و شوهر چون نمیتونن با هم گفتگو کنن مستقیم و به نتیجه‌ای برسن، اون نقاط مشترک رو پیدا کنن، حالا بر اساس منافعشون، بر اساس احساساتی که نسبت به هم دیگه دارن، میرن تراپی. اون تراپیستی که از کارهایی که میکنه یا مشاور خانواده، اینا کمک میکنن که گفتگو به جریان بیفته، دو طرف زبونشون باز بشه، بگن گیروپیچای طرف مقابل و گیروپیچای خودشون، کاستیای خودشون چی بوده و کاستیای طرف مقابل. به یه نقاطی ممکن بسیاری از اینا ممکنه که اون نهاد خانواده رو حفظ کنه. یه نهاد دیگه وجود داره، نهاد قدرتمند وکالت هست تو کشورهای غربی. شما اگر برید با وکیلتون مشورت کنید، اگه قرار باشه که فوری تصمیمتون بر این باشه که نه این خانواده دیگه کار نمیکنه، با وکیلتون که صحبت کنید، اون وکیل ابعاد مختلفش رو، پیامدهاش رو براتون توضیح میده، میگه آقا اگر امروز شما از این چارچوب خانواده بیای بیرون، مالیاتت اینجوری میشه، مالیاتت میره بالا، چون معمولا آدم‌ها در چارچوب خانواده مالیات کمتری میپردازن، دو نفر جوینت، تک باشی مالیات بیشتری میپردازی، حالا همین امروز خانومت بخواد جدا بشه، ساعت‌ها باید پول وکیل بدی که اینا ساعتی 2300 دلار میگیرن، بعد اون وقت جدای از اون داستان تقسیم امواله، تو این داستان تقسیم اموال بسیاری از اموال ممکنه که حروم حرس بشه. یه چشم‌اندازی به شما میده، چشم‌انداز واقع بینانه، که آقا این بهتره که بشینید با هم گفتگو کنید، یه راه حل پیدا کنید، اگر امکانش هست به این نهاد رو همچنان نگه دارید. ما در ایران، البته در سالهای اخیر در ایران که اصلا اصولا در دوره که من در ایران زندگی میکردم اصلا ما 100% فاقد این نهادها بودیم، ولی در سالهای اخیر حداقل در بحث مشاوره خانواده، تراپی، اینا داره کم کم شکل میگیره، اما نهاد وکالت همچنان نهاد ضعیفی است، چون حکومت نمیخواد مردم در چارچوب حقوق، به حقوق خودشون، چه حقوق مدنیشون، چه حقوق اساسیشون، چه حقوق بشرشون واقف بشن. تو اون چارچوب ها موانع جدی براش وجود داره، ولی مسیرها به نظر من مسیرهایی که در برابر چشم ما هست. اون داستان ایدئولوژی در حیطه‌های کلان،
سیاستگذاری، در قانونگذاری، اون ایدئولوژی همچنان مانع جدیه. خوشبختانه در سطح جامعه هر روز داره ضعیفتر و ضعیفتر میشه. در نهادهای کوچکتر مثل نهادهای مدنی، مثل انجمنها، مثل خانواده، اونجاها هم شاهد هستیم که یه چیزایی داره شکل میگیره که میتونه جایگزین منازعات دراز مدت و تنشهای دراز مدت بشه، افراد بتونن به یه مصالحه‌ای، به یک سازشی، به یه چارچوبهایی برسن. جواد جان، آقای نجفی برگشت. بله آقای نجفی برگشتن، ولی اون دوستمون مانی نیستن. حالا اگر بعدن تونستن میتونن در واقع این اتاق رو بعدن گوش بدن. آقای نجفی عزیز، آقای مانی سوالی مطرح کرده بودن درباره اینکه وقتی که ما داریم رمان میخونیم، انگار که توی رمان خوندن با اینکه در واقع تو رمان نویسنده داره مونولوگ انجام میده، ولی ما احساس دیالوگ داریم. آیا شما با این نظر موافق هستید و اگر چنین هست علتش چی هست؟ دوباره درود بر دوستان. من عذرخواهی میکنم که مشارکت خوبی امروز نداشتم در بحث، ولی در پاسخ به این پرسش اجازه بدید پیوند بدم با در واقع قضیه درگذشت میلان کوندرا. اول اینکه باید بگم که البته رمان داریم تا رمان. به طور کلی من موافق این هستم که موقع خوندن رمان نوعی دیالوگ ایجاد میشه. دوباره باز به زبان هرمنوتیکی، وقتی که من یک رمانی رو میخونم، من با این نویسنده رمان یک افق فکری داره که با افق فکری من متفاوته. وقتی من رمان رو میخونم دقیقاً اینطور نیست که من افق فکری او رو بگیرم، به خاطر اینکه من هم یک افق فکری دارم و افق فکری من تأثیر میذاره در برداشت من. یک افق سومی اتفاق میفته که یک برداشتی من از این رمان میکنم که نه دقیقاً آن چیزی است که نویسنده گفته و خواسته، و نه بدون خوندن این کار من به اونجا میرسیدم. بنابراین عملا یک دیالوگ اتفاق میفته به خاطر تفاوت افق فکر. ولی این حالت عامش، ولی در صورت خاصش ما پدیده‌ای داریم به اسم رمان‌های چند آوایی که کوندرا در واقع یکی از استادان چنین رمان‌هایی است. این بحثی که توی پست مدرن هم دوستان میشناسن و هست، و یکی از مواردی که میلان کوندرا رو اینقدر نویسنده محبوبی ساخته، نویسنده جذابی ساخته، ساختار چند آوایی بود، آوایی رمان‌هاش هست. برای نمونه مثلا شما رمان شوخی رو در نظر بگیرید. وقتی رمان شوخی آغاز میشه، هر فصلی به نام یک کاراکتری است و یک راوی داره. ما ابتدا از زاویه دید مثلا یاروسلاو قضایا رو میبینیم، باش همدلی میکنیم، فکر میکنیم بله حقیقت همینه. بعد هلنا میاد، بعد لودویک میاد و دیگران، و ما هر بار از زاویه دید یک شخص دیگری قضایا رو میبینیم و در نهایت ترکیبی از این دیدهاست که دید نهایی ما رو شکل میده. کاری که کوندرا میکنه اینه که سعی میکنه که همدلی آشکاری با یکی از این دیدگاه‌ها یا روایت‌ها نداشته باشه و اجازه بده که خود خواننده انتخاب بکنه که کدوم دیدگاه رو میپسنده یا تلفیقی از کدوم دیدگاه‌ها رو در واقع خوش می‌داره. و این خب یک جور دموکراسی در متن و به نسبت نویسندگان فرض کنید مثلا صده 19 که یک جور دیکتاتوری نویسنده در متن احساس میشد، ما اینجا با یک جور دموکراسی متن و از سوی نویسنده در واقع روبرو هستیم. من حتی یادم میاد که در یکی از آثارش، فکر میکنم آهستگی بود، کاراکتری رو میاره که آشکارا در واقع یادآور خود کوندرا هست، یک استاد دانشگاهی است که از کار برکنارش کردن، فرستادنش اردوگاه کار اجباری، زندگیشون رو نابود کردن، و آدم فکر میکنه که چون این بلاها هم به نوعی سر کوندرا اومده، نویسنده
همدلیشو با این نشون میده، در حالی که خیلی جاها حتی این کاراکتر خودش هم دست میندازه و نشون میده که چقدر راحت قربانی خودش میتونه تبدیل به عکس خودش بشه، یا آدمها در موقعیت‌های متفاوت نقش‌های متفاوتی رو در واقع ایفا بکنن. و برای همینی که باز من میگم که آثار کوندرا اون وجه چند آوایی رو در خودش داره و بیشتر از رمان‌های سنتی با ما وارد گفتگو میشه. ولی دوباره تکرار میکنم، هم رمان به طور کلی میتونه این کار رو انجام بده و به ویژه رمان‌های از این دست که میلان کوندرا داره. یک نکته دیگرم بگم، اون این که خب ما کوندرا رو همیشه با رمان‌هاش میشناسیم، ولی اون آدم نظری پردازی هم بود و توی هنر رمانش که من باز توصیه میکنم به دوستانی که اگر نخوندن حتما بخونن که درباره رمان هست، به ما نشون میده که رمان و فلسفه هر دو در واقع پدیده‌های همزادی هستن. همونطور که در قرن 18 ما میبینیم که فلاسفه، به ویژه فلاسفه روشنگری در واقع سر برآوردند، رمان هم مال اون دور است و هر دو اینا یک حد، هر به قول کوندرا اینا برآمده از روح بشر اروپایی است، روحی که به جستجوی حقیقت داره میره و پرسشگری میکنه و اشتیاق به پرسشگری رو برمی‌انگیزه و نشون میده که اینا از یک جنسن، فقط رمان قابلیت‌های بیشتری هم داره چون آزادتره، دستش آزادتره به نسبت فلسفه. ولی در واقع رمان اگه البته رمان مطلوبی باشه، دست کمی از فلسفه نداره و همون خدمت رو هم میتونه انجام بده که به موضوع خودمون اگر پیوند بدیم، همون ایجاد پرسشگریست و دیالوگی که برمی‌انگیزه و با ما وارد گفتگو میشه. ممنونم. خیلی ممنونم از شما. دوست گرامی های محمیر عزیز بفرمایید. درود بر شما و همه باشندگان اینجا، برخی رو که بسیار نزدیکتر میشناسم و دوست میدارم، کوروش جان، پدرام جان رفته، و درود به همه شما. ماه منیرم که یه نون بیشتر از من داره، من گرسنه‌ام، شون نونشم با ما بخش نمی کنه. من برانم که عرفان فلسفه یکی هستن. هر نمایشنامه نویس، نه هر کسی که بنویسه اسمشو بذاریم نمایشنامه، نمایشنامه نویسی که درست حسابی باشه، رمان نویس، شاعر، اینها فیلسوف هستند. یه نقاش خوب فیلسوفه، یه کارگردان خوب فیلسوفه، یه فیلمساز خوب جامعه شناس و فیلسوفه، روانشناس، جامعه شناس و فیلسوفه. تو نمیتونی در کار هنری مثل تئاتر و سینما کسی بشی در اندیشه بینندگانت، شنوندگانت رسوخ کنی بی آنکه یک ژرف نگری در میان جامعه، توده ها و فلسفه و بینشی باشی. و میتونه این بینش خیلی هم نو باشه. ما چقدر نام میبریم از بسیاری از نویسندگان، حتی تاریخ نویسان هم بسیاریشون فیلسوف هستن. فردوسی ما فیلسوفه، خیام ما که دیگه میگن نخستین آتئیست فیلسوف بی خدای جهان نام میبرن، نخستین. این ما با گذاشتن نامهای گوناگون در فرهنگ ها و جای جای گوناگون اینا رو از هم جدا کردیم، ولی مایه همه اینا، سرچشمه شون یک جاست. من در نقاشی میتونم یک بینش داشته باشم، این فلسفه است، من با اون بیانش. مگه همه نقاشا از یک رنگ و خط؟ پس همه رمان نویسان و نمایشنامه‌نویسان و فیلسوفا هم میبینیم چقدر میان فیلسوفا تفاوت نگرش هست. چه بسیار در بین آهنگسازان، اینا هم فیلسوفن.
هر کسی اندیشه نگرشی رو با یک ابزار دیگری از آن دیگری دگرگون با اون یکی بیان میکنه. و این برای من اینجا بسیار سخنان خوبی شنیدم. من با دوچرخه در راه بودم میشنیدم. من برای واژه ها ارزش زیادی نه زیاده، چون قرمز شد اینجا من یک ساکت شدم که شاید بریده شده باشد سخنم، نه زیاده ارزش دارم. واژه ها بار دارن و بیشتر ما بویژه در این زمانه که سطحی نگری، بی‌حوصلگی، سرعت در جهان که اینترنت و اینا هست، ما خیلی سطحی از واژه ها میگذاریم و بیشتر واژه ها رو اون بار راستینش رو نه میشناسیم نه در میابیم. در خواندن و گوش دادن هم همینجور، چون که ما در میون ما ایرانی هم برای شما آشناست، من همیشه خیلی در ستیز هستم با این گفتگو، گفت و شنود نداریم ما، به راستی در شنیدن کم داریم. یک بخش بزرگی از پراکندگی ما ایرانی ها ما نشدن ما به خاطر اینکه شنیدن در زندگی ما نیست، همه فقط بگیم بگیم بگیم. من یک نمونه میارم. اگر شما به عقل سرخ سهروردی که تالا ما عقل سرخه، یه در بیایی بگی عقل قرمز، یه در یه جوری میشه انگار وا میره، انگار که اصلا اون مایش رو میبازه. بگیم انقلاب سرخ یا بگیم اون خون سرخ باید در رکهات به جوشه اینا، یه در بیایی بگی خون قرمزه، همچنین بیمایش میکنی. اگر بنا بود قرمز و سرخ هر دو یکی باشه، دو واژه ساخته نمیشد. اگر شما به این لبان قرمزت، یه دفعه بگیم این لبان سرخت، ببین یه دفعه ماناش نه که بد بشه، ولی به کلی جور دیگه ای میشه. واژه ها بار دارن. تا اونجایی که ما چنان عادت کرده ایم که به یک چیز خوشمزه من میگم لذت میبرم ازش، حالا دیگه بگم شاد خار شدم، شاد شدم از این، خوشم اومد، انگار اون بار درسته که همونه، لذت عربیشه، لذایز و فلا اینا، اون یکی پارسیشه. چون عادت نکردیم، خوی نگرفتیم به بار این واژه، گمان میکنیم این به اندازه اون نداره. کمان که صلحو که به کار میبریم پارسیش آشتی هست، اینجا زیاد درباره مصالحه و اینها کامپرومایز و اینا سخن رفت که سخنان کوروش رو من باش همسو هستم، دیگرانم رد نکردم. بله اینجا صلح و آشتی یکی، ولی زمانی که ما بگیم آشتی ها، انگار که مثلا غر بودیم حالا آشتی شدیم بیای بغل کنیم، نه درست همونه. این هست که ما دوچار برق، نه اینکه همش، اما برخی از این تفاوت ها در شناخت ما هم از همین نشناختن واژه ها میاد. من امروز یک چیزی پیش آمد که رفتم برای من عزیزی چیزی فرستاد از اینکه ناصرالملک کیه که ما ایرانیان نمیشناسیمش، یکی از بزرگترین مردان دوره بیداری ایرانیان و انقلاب مشروطه هست که نایب السلطنه هم بود تا زمان مشاور اصلی مظفرالدین شاه، وقتی که محمد علی شاه هم برکنار شد احمد شاه، این چون احمد شاه کوچک بود این نایب السلطنه بود، یعنی شاهی وکیل شاه این بود، اینجا از وکیلم سخن رفت. و سپس هم چیز این رو جایگاه های بزرگی، محمد علی فروغی هم بهش همین رئیس مجلس بود، اونا نایب رئیس کرد تا ایشون نخستین ایرانی دکترا آکسفورد داره. من زمانی که جوان باید آزمون دانشکده هنرهای دراماتیک رو میدادم تئاتر، یکی از آزمون هایی که باید میدادم نقش اوتلو بود. من رفتم هر چی ترجمه اوتلو بود ولی راضی نشدم. رفتم که دوست دختری داشتم بخش فرانسه و انگلیسی دانشگاه تهران کتابخونه رو به سرپرستی اون بزرگ مرد ایرج افشار،
داشت رفتم نشستم اصل شکسپیرم میخوندم. این دوست دختر ما دانشور انگلیسی بود و اینا رو با هم همسنگی کردم. آخر رسیدم با تفاوت زمانی بسیار، فاصله زمانی بسیار، ترجمه‌ای که ناصرالملک کرده از این شکسپیر اوتلو بسیار بهتر از اینهایی که بعدم به آزی مسعود فرزاد، یک عبدالحسین شیم و و و خیلی اکنونم دوباره کردم. اون اولین نخستین ترجمه به فارسی این بود بهتر از هم است، برای اینکه اینقدر این شناخت دیگه همون شیوه نگارش شکسپیر رو آورده. ما هنوز در بسیاری بخش‌های فلسفی و همینجا میخوام برگردم به رمان، بستگی به این که تو چقدر شناخت از واژه‌ها داری به اون زبان، اون رمان جور دیگه میفهمیش. وقت در بویژه در رمان خوندن، در خواندن به طور کلی و در بویژه رو اگر تو کند بخونی، اون هوا، اون اتمسفر رو نمیگیری. هر چی که چیره تر باشی به اون زبان، تندتر میخونی و شیوه خانش رو بدونی، تو اون اتمسفر، تو اون هوا، چه دونا آرام باشه، چه جان شیفته باشه، چه جان کریستوف باشه و هر چیز دیگه، زمین سوخته باشه. این اینا نکته هایی است که ما در این سالها کم بهش پرداخته شده، آموزش داده شده و نکته بود. بله، خیلی ممنونم مهمیر عزیز. شما نمیدونم ابتدای برنامه گویا نبودید، ما در ابتدای برنامه درخواست کرده بودیم که در واقع این قسمت گفتگوی مهمانان، افرادی که غیر از مهمانان اصلی میان، خیلی کوتاه‌تر باشه و تایمی رو در نظر گرفته بودیم. بله، من اینو نمیدونستم، کوشش کردم. بله، همون برای همین گفتم، چون میدونستم تا الان وارد نشدم که حرف شما کامل بشه. خواهش میکنم. عرض کنم که نکات جالبی رو گفتین در مورد، حالا ما گاهی وقتا حتی آوای گفتن یک کلمه، الان شما لذت رو که با تشدید گفتید، خودش گاهی وقتا اگه من همون کلمه لذت رو همجور اگه ساده بگیم، به نظر من خیلی فرق داره. و حتی تو نوشتار این خیلی وقتا پیش میاد، حتما دیگه تو این عصر اینترنت و اینها به این موضوع خیلی برخورد کردید که ما گاهی وقتا توی چت یه کلمه‌ای رو میگیم، مثلا میگیم خب، همون خب رو اون فرد میتونه تو ذهن خودش یک جوری دیگری خونده باشه و حالا خب رو کشیده خونده باشه، خب رو خب، حالا مثلا با یک لحن خودش برداشت، آره دقیقا، میتونه اون رو در واقع یک توهین تلقی بکنه و این اینها از اینها خودش از مبانی گفتگو هست. جناب جواد، یه چیزی از انگلیسی آوردیم، why not. بیشتر وقتی که میگم دوست داری میگه چرا که نه، میگم اینقدر این بد این چرا که نه، یعنی سگ خور باشه کاچی بزی، میگه نه منظورم این نبود. گفتم ولی چرا که نه، این وای نات میشه این، یعنی اینقدر ما اگه خیلیه برات بگو آره خیلی دوست دارم این کار میکن. همین برخی ترجمه هم اینجوری همین من اجازه بدید برای کمک یه جمله مثال بذارم. من تو را دوست دارم، اگه بگم تو را دوست دارم، ببین تو رو دوست دارم، من تو رو دوست دارم، یعنی کسی دیگه نداره، بی خود فکر اونا نباش، منم که تو رو دوست. ببین تکیه رو رو کجا بذاری، همطور که شما میگی آهنگ داشته باشه، به کلی معنا تفاوت میکنه. بله، اتفاقا من هفته پیش بود داشتم یه چیزی میخوندم که چقدر این ترجمه هایی که در واقع از فیلم های خارجی تو ایران شده، خب تأثیر گذاشته رو ادبیات و گفتار ما ایرانیان و همون باعث میشه که در واقع جور دیگری خیلی از چیزها رو در واقع بگیم و الان برامون خیلی عادی شده، خیلی از این چیزا جا افتاده، ولی خب بعضا اینها مانع گفتگو و شناخت همدیگه هم میشه. خیلی ممنونم از شما آقای ماهمیر عزیز. بریم سراغ اصغر گرامی و بعدش هم آقای مازیار. نه کروش جان فعلا نه، اصغر جان با پوزش. من تنها تکواژه چرا رو
6 جور برای شما میگم به کلی متفاوت. میتونه چرا؟ چرا این کار کردی؟ یعنی چرا این کار کردی عزیزم؟ چرا؟ یعنی چرا دوست دارم بدونم، خیلی قشنگه. چرا؟ چرا اینجوری کردی؟ چرا جور دیگه؟ همه اینا بازم همون آهنگ چندین جور است، نخواستم وقت بتونم. بعد دقیقا همینطور. خب اسقر جان بفرمایید، میکروفونتون بسته است. به جناب اسقر خیلی ممنون که تا این لحظه صبر کردید، ولی میکروفونتون بسته است. پس بریم سراغ جناب دکتر مازیار اشرفیان بناب. بفرمایید آقای اشرفیان. سلام عرض میکنم جواد عزیز و نازنین، خدمت همه دوستان عزیزانم، عشقای دلم، ماه منیر نازنین. چقدر خوشحالم که دوباره الان اینجا در کنار شما هستم دوستان عزیز. مجید عزیز، مخصوصا دوست دانشمند جوانم گروش نازنین که یه دفعه قطع کرده، فکر کنم نمیخواد صدای منو بشنوه. تا خواستم بگم گروش دانشمند رفت خواهیم. ببخشید. برحال آقا رضا استاد عزیزم، ماه میره گرامی، خیلی لذت بردم از صدا و صحبتت و همه شما عزیزان. راجب تایتل اتاق میخواستم یه نکته بگم و یه چیزی که میدونید، من 57 سال سن خدا بهم داده، پدر مرحومم 67 سالگی فوت کرد. من همیشه فکر میکنم اگه دیگه من به اندازه پدر مرحومم بخوام زندگی کنم، فقط دیگه 10 سال تو این دنیا وقت دارم، اگر شانس بیارم به اندازه پدر مرحومم زندگی کنم. ولی اتفاقا خیلی مرتبط به تایتل اتاق شماست این شعر از سهراب سپهری نازنینمون. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رفت، صحنه پیوسته به جاست. خوردم و نغمه که مردم به سپارن ببا. من سالهای سال تو زندگی خودم فکر میکنم مازیار، تو به عنوان یه ایرانی، حالا هر جایی بودی، هر کاری کردی، فرض کن ایران تو یه دریای بسیار متلاطمه، هم یه آدم کوچولویی هست که سوار یه قایق کوچولو روی این دریای متلاطم داری این ورون ور میری. خیلی وقتا اصلا دست تو نیست که کدوم طرفی بری، ولی ممکنه کاری کنی، حالا با مسیرت، با راهی که میری، به این دریای متلاطم یه ذره آرامش بدی، یک ذره این دریا رو نمیدونم به حالا امنیت و نمیدونم به یه موسیقی زیبا برسونی. همیشه هدف من تو زندگی این بوده. حالا نکته که میخواستم بگم اگه اجازه بدید، اتفاقا امروز من اخبار خیلی بد بود، امروز اخبار خیلی بدی داشتی. آقای نویسنده بزرگ ما به عنوان ره اعتمادی، یا اسم اصلیشون رجب علی اعتمادی زاده، متاسفانه امروز خبر فوتشون رو شنید. ایشون نویسنده بسیار خاصی بودن. گنجشگرهای غم ایشون رو نمیدونم خوندید یا نه، 1001 شب عشق ایشون رو و نسل عاشقان ایشون رو نمیدونم خوندید یا نه. ایشون از بین ما رفت. امروز دوباره خبر درگذشت استاد احمد رضا احمدی رو شنیدید. ایشون باز یکی از افتخارات ادبیات ما بود. اسب و سیب و بهار ایشون رو نمیدونم خوندید یا نه. ماهی قرمز، ماهی طلایی ایشون رو نمیدونم خوندید یا نه. اگه نخوندید حتما بخون. و بعد میلان کنترا. من این رو ببخشید، وقت نمیخوام زیاد بگیرم ازتون. یه روز دانشجوی پزشکی بودم دانشگاه تهران، سال 3 دانشگاه بودم، توی بیمارستان امیرعلم، توی راند اند، حالا به هر حال اون موقع ما استیجر بودیم، بعد از سال 2 بچهای پزشکی ایران رو، دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران رو بهشون میگن استیجر.
یه روز من رفتم راند بیمارستان امیرعلم، یکی از بزرگترین استادای داخلی ایران که من واقعا افتخارم اینه که با ایشون درس خوندم. ایشون به من نه فقط پزشکی یاد داد، زندگی رو یاد داد، عشق و معرفت رو یاد داد، آقای دکتر رامین قدیمی. ایشون یکی از من فکر میکنم باسوادترین پزشکای ایران است. من تو راند ایشون بودم، اتفاقا همین کتاب میلان کندرا بار هستی تو دستم بود، حالا یه زونکن داشتم یه چیزی، این کتاب تو دستم بود. آقای دکتر قدیمی که اصلا برای ماها دانشجوهای پزشکی اون موقع ایشون مثل خود، هنوز هم هستن، مثل خدای علم پزشکی داخلی. یعنی کسی، من فکر نمی کنم تو دنیا، توی دنیا، تمام دنیا رو میگم، اینو با جسارت میگم، باشه که از آقای دکتر رامین قدیمی بیشتر طب داخلی و تخصص طب داخلی و تخصص حالا مثلا دستگاه گوارش اینا رو بلد باشه. کتاب رو تو دست من دید، حالا وسط ران خیلی هم جدی، ما هم همه از ایشون میترسیدیم. ایشون یه دفعه اومد سمت من، دو سه تا قدم سمت من برداشت، گفت این چیه؟ دستشو برد رو کتاب. خب تو دست من کتاب بار هستی میلان کندرا بود. یه خورده به کتاب نگاه کرد، یه همین جوری یکی دو تا چشم و ابرو انداخت نگاهی کرد، بعد به من نگاه کرد، گفت جدی تو این؟ گفتم استاد ببخشید من دوست دارم میلان کندرا. بعد از اون رابطه دوستانه و عاشقانه بین من و ایشون ایجاد شد و بعد بعدها فهمیدم آقای دکتر قدیمی استاد خوشنویسی ایران بود، استاد هنر بود و بعد باسوادترین پزشک ایران بود. و بعد من تازه اونجا فهمیدم، من که وارد رشته پزشکی شدم، پزشک بودن و پزشک خوب بودن اینجا تموم نمیشه. تو میتونی بهترین پزشک دنیا باشی ولی استاد انجمن خوشنویسان باشی، تو میتونی بهترین پزشک ایران باشی ولی عاشق ادبیات ایران و دنیا باشی. و بعد اونجا فهمیدم، من اونجا فهمیدم، باور کنید من اون موقع 21 سالم بود، فهمیدم که دنیا محدود به اون رشته‌ای که من انتخاب کردم تحصیل کنم یا آدمی که میخوام باشم نیست، دنیا خیلی فراتر از اونه. و بعد اونجا فهمیدم که میشه رفت یه تئاتر دید، میشه رفت مثلا نشست، من این رو از صمیم قلب میگم، تئاتر ریور دنس مایکل مکلری رو توی ایرلند یا حالا هر جایی اجرا کردید و باهاش انقدر عشق و حال کرد که باهاش میتونی با خوندن شعر سهراب لذت ببری، با فروغ فرخزاد لذت ببری، با شنیدن صدای استاد شجریان یا پسر بزرگوارش همایون لذت ببری. و من تازه اون موقع فهمیدم زندگی اصلا محدود نیست و چقدر این زندگی بزرگه و چقدر این زندگی زیباست. و 30 ثانیه دیگه بگم زیاد صحبت کردم. من اونجا فهمیدم آیین بیانی، این که چگونه صحبت کنیم با مردم، بستگی داره که من و شما کجاییم. ما سوار یه اقیانوسی هستیم به اسم مردم، هموطنامون، آدمایی که ما رو میفهمن، میشناسن، حالا حتی ما رو نفهمن رو نشناسن. من سوار یه قایق کوچکم، میتونم توی اون قایق کوچیک سوار امواج متلاطم مردم باهاشون هم نوا بشم، اگه روز براشون آواز بخونم، اگه شب فانوسی روشن کنم، براشون از سهراب بخونم، از فروغ بخونم، از فردوسی بخونم، از شکسپیر بگم، از میلان کندرا بگم، از آدم های بی نهایت بزرگ تو این دنیا بگم، آدم های موفق، نمیدونم، از رشادت های اسکندر مقدونی بگم،
از اکبر شاهمون بگم، از ناپلئون بگم، یا نه از بزرگترین ورزشکار دنیا لیونل مسی بگم، از مایکل فلیپس بگم که این همه مدال المپیک برده، از آلفرد هیچکاک بگم، نمیدونم از مایکل جکسون بگم، از جان لنون بگم، از استفن کینگز بگم، یا نمیدونم از هر کی میخوام بگم، از هنری فورد بگم، از والت دیزنی بگم، از چارلی چاپلین بگم، از استیون جابز بگم، از آدمایی که تو این اقیانوس متلاطم آدمهایی بودن که یه قایقی داشتن، سوار شدن و یه جوری به ما یاد دادن که میشه با هر موجی، با هر سختی، با هر رنجی مقابله کرد. ببخشید، دیشب داشتم یه متن می نوشتم، قول میدم بهتون وقتی تمومش کنم اولین بار همینجا در گروه شما با شما و عزیزانم مطرح کنم. حسرت های من در دهه 57 سال سن دارم. حسرت های من چیه؟ اینکه چقدر دلم میخواست آدم مثبتی باشم، ولی چقدر حسرت تو دلمه و رسیدم به لبه های آخر عمر. به هر حال ممنونم به من وقت دادید. آیین بیان ما آیین گوش دادنه. تا گوش ندیم، تا نشنویم، نمیتونیم دقیق صحبت کنیم و حرفمون رو نخواهند شنید. ممنونم از وقتی که من دادید. زیادگی کردم. خیلی ممنون آقای اشرفیان بناب. ما از شما خیلی یاد گرفتیم توی اتاقای مختلف، مخصوصا اونجایی که از تخصصتون تو زمینه ژنتیک صحبت کردید و درباره اینکه انسان‌ها در واقع الان نمیشه کسی رو از نظر ژنتیکی برتر دونست نسبت به دیگری. من فکر کنم چند سال پیش بودم، یکی دو سال پیش تحقیقاتتون رو اومدید ارائه دادید. خیلی ممنونم از شما و امیدوارم که در واقع همه ما به این یکی بودن و به همدلی، به همبستگی برسیم و هیچ کسی با هر دین و نژاد و رنگی خودش رو برتر از دیگری ندونه. خب اسخر جان، نمیدونم الان هستید یا نه، شما الان میتونید صحبت کنید، اگر نه که ما از مهمانان برنامه بخوایم که هر کدوم در چند دقیقه جمع‌بندی کنن و بعدش اتاق رو ببندیم. گویا اسخر نمیتونه صحبت کنه. از آقای مجید محمدی عزیز میخوایم که جمع‌بندی نهاییشون رو بفرمایند در عرض چند دقیقه. خیلی لطف دارین. من دو سه تا نکته رو خیلی کوتاه میگم، بعد اون وقت جنبندی خودم رو هم عرضه میکنم. یک نکته در مورد کندرا دوستان صحبت کردن، حیف دیدم که این نکته رو نگم که رمان های کندرا که من تقریبا همه رو خوندم در اون دوره خیلی سیاهی که در ایران بود خیلی به من کمک کرد که از ایدئولوژی فراتر برم. خب کسان دیگه هم بودن خیلی به من کمک کردن، مثل اونامونو توی اون کتاب درد جاودانگی یا نیکوس کازانتساکیس در آخرین وسوسه مسیح. اونا خیلی به من کمک کردن که از مذهب فراتر برم. این رمان ها همطور که دوستان هم گفتند یک دیالوگ یا گفتگوی در واقع محفوف درش وجود داره که کمک میکنه به آدم ها که منظرهای مختلفی رو پیدا کنن. در مورد صحبت های ماهمیر، دو تا نکته داشتم. یکی در مورد فلسفه و جامعه شناسی گفتن که هنرمندا، روشنفکران، نمیدونم فیلمسازا همه دارن این داستان رو. فقط می‌خواستم اینو تفکیک کنم که فلسفه و جامعه شناسی از یک منظر حرفه و کسب و کارن، ولی شما از چارچوب حرفه و کسب و کار که بیاید بیرون، همه ی آدم ها میتونن جامعه شناسان خوبی باشن و همه میتونن فیلسوفان خوبی باشن، به شرط اینکه مدام ذهنشون درگیر کنن هم به فرایندهای اجتماعی و هم به آنچه که در ذهن آدم ها میگذره. در مورد واژگان هم که گفتن، من کاملا موافقم که هیچ دو واژه‌ای با هم مساوی یا
مترادف نیستن، واژه‌ها دایره‌های معنایی مختلفی دارن، یه جاهایی رو همین دایره‌ها میفته ولی هیچ کدوم جای اون یکی رو نمیگیره. و اما در باب جمع‌بندی، اون چه که هم من و آقای نجفی با هم کاملا توافق داشتیم و بسیار دوستانی که صحبت کردن، این که در ایران ما با فقدان یا حداقل کمبود گفتگو به معنای دقیق کلمه مواجه هستیم. روشنفکران نتوانستند این مأموریتی رو که ازشون انتظار میره از دهه های 30 و 40 تا امروز هم حتی این مأموریت رو که گفتگو رو در جامعه به جریان بیاندازن، حالا نهادسازی کنن یا مشارکت فعال داشته باشن، شنوندگان خوبی باشن، خیلی اینها رو ما ندیدیم. به نقش مخرب ایدئولوژی اشاره شد در این داستان که چقدر ایدئولوژی، چه مارکسیسم چه اسلامیسم، اینها چقدر مخرب بودن در این که گفتگو در جامعه ایران جریان پیدا نکنه. روندهای مثبت هم اشاره شد که یکیش همین داستان تضعیف ایدئولوژی هست، این روند اجتماعی بوده در طی 3-4 دهه اخیر، و همچنین تلاش هایی که در جامعه داره صورت میگیره برای اینکه روندهای جایگزینی برای ایدئولوژی، برای سنت، اون جاهایی که مخربه. من شاید ضد سنت نیستم، اما خب وجوهش کاملا با گفتگو نمیخونه. جامعه داره کم کم راه های خودش رو پیدا میکنه که این روندهای جایگزین رو برای سنت بگذاره و گفتگو رو در سطوح مختلف، از نهاد خانواده تا نهادهای مدنی تا حتی سطح کلان اجتماعی، علی‌رغم محدودیت‌هایی که دولت ایجاد میکنه، این داستان رو به پیش ببره. خیلی ممنون از اینکه من رو دعوت کردید و دوستان فرصت گذاشتن، گوش دادن به حرفایی که ما داشتیم. بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای نجفی گرامی. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ببخشید، من فکر کردم میکروفونم بسته است. من عرض خاصی ندارم. تشکر میکنم که شکیبایی به خرج دادید و پای صحبت من نشستید. دوباره به مجید عزیزم به اصطلاح درود میفرستم، از خانم ماه‌منیرم تشکر میکنم، همینطور از شما. شاد باشید و تندرست. متشکرم از شما. من در انتهای برنامه راجع به برنامه‌های آینده‌مون هم یه توضیحاتی بدم. موضوعات مختلفی رو دوستان عزیز پیشنهاد دادن. ما شاید در برنامه‌های آینده از دوستان خدا ناباور بخوایم که برای ما بگن که اصلا چی شد که خدا ناباور شدند و تجربهشون چطور بوده، چه موانعی داشتن، چه در واقع واکنش ها راجع بهشون چطور بوده، یا افرادی که اصلا دینشون رو تغییر دادن، از دین و آیینی به یک دین و آیین دیگه رفتن، مسیحی بودن شدن مسلمان، مسلمان بودن شدن مثلا مسیحی، بهایی بودن شدن مسیحی، یا مسیحی بودن شدن بهایی، یا هر چیز دیگری، بیان راجع به این تجربه های خودشون بگن و با ما سعیم بشن که کلن چه تجربه زیسته‌ای در این زمینه ها داشتن. همینطور ما تو برنامه های آتیمون در واقع این بحث رو هم میخواییم دنبال بکنیم در آینده، که درباره موضوع اسطوره ها، نقش اسطوره ها در داستان‌های دینی و در واقع در شکل‌گیری اندیشه دینی صحبت بکنیم، و آقای دکتر نیما قاسمی با ما همراه خواهد بود در این زمینه. و میگم موضوعات متنوعی تا الان پیشنهاد شده که درباره این موضوعات هم در جلسات آینده صحبت خواهیم که یک موضوع هم ماه‌منیر گفت در این برنامه، فکر کنم که پیشنهاد خود آقای محمدی عزیز بود و
در واقع میتونیم در واقع در این موضع که اصلا آیا حذف دین از حوزه عمومی ایران مطلوب هست و یا ممکن هست هم صحبت کنیم. فکر کنم این موضوع جلسه بعدیمون هست، ولی خب جلسات ما هر چهارشنبه ادامه داره، برنامه همونطور که گفتم ضبط میشه و در شبکه‌های اجتماعی آموزشکده توانا در یوتیوب و ساندکلاد و کست باکس و اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک منتشر میشه و توییتر. بازم از همگی سپاسگزارم و به اتاق خاطر میدیم تا هفته آینده. با هم رسانی، کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید. دکمه سابسکرایب یادتون نره.